بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های شیوه در خدمت شما هستیم. برنامه ای که در هفته های گذشته سعی کرده از ابعاد مختلف وضعیت ایران معاصر و به خصوص وضعیت میدانی یک ماه گذشته ایران رو بررسی بکنه و ریشه های اتفاقات اخیر میدانی ایران رو از اهل نظر، اساتید دانشگاه، جامعه شناسان، اصحاب علوم اجتماعی از ابعاد مختلف بررسی بکنیم و به خصوص راجب آینده ایران همواره در برنامه ها پرسش شده و این برنامه تمرکز بیشتری به پرسش محوری برنامه شیوه که در یک ماه گذشته اون رو طرح کردیم داریم، تمرکز داریم روی این بحث و بحث نسبت قدرت، حکمرانی، حاکمیت و مسئله فرهنگ. خب بعد از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رویکردهای مختلفی رو تجربه کرده برای اینکه در مسئله فرهنگ، در مسئله فرهنگ واقعی و میدانی ملت ایران مشارکت بکنه، اثرگذاری بکنه، اثرپذیری داشته باشه و یک نسبتی بین مسئله حکمرانی، قدرت، حاکمیت و مسئله فرهنگ شکل گرفته. اما این پرسش همواره زنده است که آیا شیوه هایی که ما برای حکمرانی در حوزه فرهنگ انتخاب کردیم شیوه های درستی بوده یا نه، میزان و نحوه مداخله ما درست بوده یا نه. امشب مفتخرم میزبان دو میهمان بزرگوار باشم با همین مسئله گفتگو بکنیم با این محوریت بحث، جناب آقای دکتر کوثری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر امامیان پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر. خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. جناب دکتر کوثری، آغاز بحث و سلام گفتگو با حضرت عالی. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که ملت شریف ایران در آرامش باشند و بتونن این برنامه رو که اندیشمندان و نظر پردازان مختلف در شرکت کردن ببینه. بسیار متشکر. آقای امامیان در خدمت شما هستم. بنده مرد سلام دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و بینندگان محترم، در خدمت شما هستم. بسیار متشکر. ما قرار بود خدمت آقای سایی باشیم، بیمار شدن، قبول زحمت کردید، منت گذاشتید واقعا. اگه اجازه بدید با جناب کوثری بحث رو آغاز بکنیم. جناب دکتر، بنده طرح بحث کردم، به نظر شما در مجموع آیا در واقع نحوه مداخله حکمرانان ما، حالا با صراحت بپرسم، جمهوری اسلامی در طول دهه های گذشته در حوزه فرهنگ خوب بوده، نبوده، چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ بسیار خوب. من ابتدا اشاره کنم که اصلا لفظ حکمرانی رو فرند بذاریم کنار، چون تا حالا که ما شاهد حکمرانی نبودیم به مفهوم دقیق خودش. توضیح میدم که حکمرانی یعنی چی بعدن، ولی بهتره بگیم که یک نوع مداخله شدید در به اصطلاح عرصه فرهنگ بوده و این مداخله شدید به نحوی بوده که خب آثار و پیامداشو ما میبینیم. اشکال اساسی به نظر من در این نوع حکمرانی یا این نوع مداخله یا این نوع سیاست گذاری این بوده که دولت یا حکومت، حالا برابر بگیریم فعلا، تمام سهم رو برای خودش میخواسته. یعنی در واقع ما همیشه با این مواجه بودیم که من چه میخواهم، من به عنوان حاکم، حکمران، ولی به این پاسخ ندادیم که مردم چی میخواهند. من به نظرم سیاست گذاری در کلش و سیاست‌گذاری در فرهنگی به صورت که یکی از اجزاش راه اشتباهی رفته. راه اشتباه این معنا که در واقع همش به سهم حکومت یا حاکم فکر کرده و به سهم مردم فکر نکرده. حداقل سه رسم باید در یک سیاست فرهنگی یا یک سیاست رسانه‌ای هر چیزی بهش قائل بشیم: سهم دولت، سهم مردم و یک سهمی هم برای بازار. حالا بازار رو فعلا می‌ذاریم کنار، به نظرم به اون دو تا رأس مهم بپردازیم. سهم مردم تقریبا رعایت نشده، یعنی کسی از مردم نپرسیده چه میخواهی یا چه نمیخواهی، و در واقع همیشه به اصطلاح گفته شده که من اینو میخوام، من میخوام مثلا جامعه اینجوری باشه، اونجوری باشه، آدماش اینقدر باشن، این سایز باشن، این طرز تفکر داشته باشن، و یه بخشی از این انسدادها و گرفتاری ها و بنبست ها ناشی اینه که در واقع ما به سهم مردم فکر نکردیم. یعنی مردم صدایی در سیاست گذاری ما عمدتاً
یعنی دولت یه استانداردسازی خودش کرده، اعمال کرده. بله، در واقع یک نوع تصور سنتی، چون هر جا بحث از سیاست گذاری میشه این تصور سنتی بوده که این سهم دولت هاست. حالا چه دولت غربی، چه شرقی، چه اسلامی، چه غیر اسلامی، این یک سنت قدیمیه، یک تصور قدیمی از سیاست گذاریه. سیاست گذاری یک عنصری بین سه تا رأس: دولت یا حکومت، مردم و بازار. حالا یه وقتی توی جامعه ممکنه لیبرالیستی باشه، سهم بازار بیشتر باشه، یه وقتی در جامعه دیگه سهم به اصطلاح دولت زیاد باشه یا سهم مردم. به هر حال یک مصالحه، یک گفتگوی بین این سه تاست. و از اینجا من وارد میشم که به اصطلاح مفهوم گاورننس یا حکمرانی بد فهمیده شده یا خوب جا نیفتاده، که در واقع سهمی برای کسی قائل نیستیم. حتی امروز هم که بخش اقتصادی هم داره توی مثلا صدا و سیما، توی برنامه هاش، توی تبلیغاتش یا جای دیگه شرکت میکنه، به زور به اصطلاح نیاز اقتصادیه، وگرنه که اونم سهمی نداره. پس بنابراین اونم راه نمیدادم بالاخره. یعنی مشکل اساسی به نظر من اینه که مردم صدایی ندارن در سیاست ها، مردم سهم مشخصی ندارن و راهی هم برای اینکه بگن اینو نمیخواستیم، اینو میخواستیم، باز نیست. بنابراین خب طبیعتاً اون سیاست‌ها ممکنه یک جاهایی به بنبست بخوره. آقای دکتر، زوده بپرسم ولی خیلی دوست داشتم که در حد در واقع شاید طرح خیلی اجمالی، چون خیلی صریح و سریع به این معنای فرمودید، گفتن حرف اول و آخر بزن. بله، خیلی اتفاقا بهتره. ای بسا، چون بالاخره فرق حوزه اندیشمندی طرح یک مسئله اینه که یه مقدار معطوف به راه حل هم باشه. میخوام همین اتفاقا سوال آخر برنامه رو الان بپرسم که احیانا ایده یا فکری برای حل این مسئله به ذهنتون رسیده؟ در واقع این که چه باید کرد آخرین مسئله است، آخرین سواله. اصلا سوال باید بپرسیم که مسئله چیه، دعوا سر چیه. و بنابراین به نظرم این که راه حل چی از کسی بپرسید، یعنی در واقع دارید اون رو خل و سلا میکنید. اگه کسی راه حلی به صورت مشخص داشت، خب این اندیشکده ها، پژوهشکده ها، 9 تا دستگاه فرهنگی که اگر حالا نمیدونم بودجهشون وصول شده، تخصیص داده شده، که 20,000 میلیارد ظاهرا 20,000 میلیارد در سال 1401 قرار بوده داده بشه، حالا حتما یه بخشش تخصیص داده نشده، ولی این 9 دستگاه فرهنگی باید پاسخ بدن که چه باید کرد. حالا من چه باید کرد و خودم میذارم یه جای مناسب میگم، ولی به نظرم این به اصطلاح مشکل اصلی که تا ما بهش نپردازیم که چرا این سیاست ها جواب نمیده. خب خیلی برنامه های بزرگی داشتیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی سالها بیش از 10 دهه بحث مهندسی فرهنگی رو پیش کشید. چی شد؟ اینقدر کتاب منتشر کردن، اصلا کتاباش یه جوریه که شما فرصت نمی‌کنی بخونی یا وحشت برد می‌داره از این کتاب‌های قطور بزرگ راجع به مهندسی فرهنگی. خب کو؟ یعنی چی شد؟ چرا جواب نمیده؟ وزارت ارشاد چندین برنامه داشته، در برنامه توسعه هم همیشه داشته، آخرش هم مثلا دنبال برنامه جامعه مطبوعات و مثلا رسانه‌ها بوده. یا مثلا فرض کنید که چند سال الان این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داره برگزار میشه، خب کو دستاورداش، کو حل مسئله شون؟ من به نظرم گیر در اینه که اون به اصطلاح اون سوال اصلی رو کسی پاسخ نمیده، همش یه چه باید کرده میگیم که این چه باید کرده به بنبست میخوره دیگه. مثل این که ما تو به اصطلاح میگیم جایزه میدیم یه سکه آدم ها بچه بیارن، بعد کسی نمیپرسه آقا آدم ها چرا حاضر نیستن بچه بیارن؟ یعنی میدونی، بنابراین اون سیاست 1 سکه و 2 سکه و 100,000 تومان و 1,000,000 تومان با شکست مواجه میشه، چون کسی نمیخواد ریشه‌شو آفرین به اون بپردازه که خب چرا کسی حاضر نیست بچه زیاد بیاره. بنابراین در عرصه فرهنگ هم من به نظرم اون سوالهای ریشه‌ای چون فراموش میشه کسی بهش پاسخ نمیده. آدم ها دیگه اهل مماشات شدن، اهل این که حالا اینو بگذار بگذاریم. و حتی تو بدنه دولت دیگه شما حتی در این شبکه 3 یا 4 هم برنامه داشتید که آقای پور محمدی و آقای دکتر حسینی وزیر سابق ارشاد بوده، که آقای پور محمدی
اونجا استدلال میکنن یا ادعا میکنن که سازمان فرهنگی دو روز در سال هم کار نمیکنن. کار مفیدشون در مجموع. حالا دیگه یعنی کار مفید دیگه، یعنی این خب خیلی معنا میده دیگه. یا در همون برنامه مثلا در سال 98 فکر میکنم برگزار شده که در صدا و سیما که اونجا ادعا میکنن که مثلا فرض کنید که مدیران فرهنگی از انتقاد بعدشون میاد، دو روز در سال هم کار مفید اصلا بدن فرهنگ نداره. خب این یه مسئله است دیگه. نه دستگاه فرهنگی، حالا یه مقدار بودجه، چه 20000 میلیارد چه 10000 میلیارد، و سوال‌هایی که هیچ کی حاضر نمیشه بهش پاسخ بده. یعنی دکتر بوروکراتیک شدن امر فرهنگم شاید یکی از تشخیص‌ها. به نظرم طبیعتاً میشه، ما وقتی که به مسائل نمیپردازیم میایم روکاری میکنیم، یعنی در واقع روبنا رو درست میکنیم، تاخچه رو درست میکنیم، تزیین رو درست میکنیم، ولی به مسئله دیگه جواب نمیدیم. اینه که به هر حال طبیعی است که این مشکلات پیش میاد. سیام متشکرم. گفت به قول پروین که نمیدونم این سریال پروین ساخته شد، پروین دسامی یا نه، گفت معتصم مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. به نظرم بخش فرهنگ اصلا پیراهن و افسار مردم اشتباه گرفته و این اتفاقات اخیرم شاید نتیجه همین اشتباه گرفتن یقه و افساره که به نظرم یعنی گیر کردن خیلی از امور. بسیار متشکرم دکتر. خب آقای دکتر امامیان، خیلی به نظرم بحث آقای دکتر کوثری روشن و که اصلا کلن تمام این حرفایی که ما میزنیم به یک معنای یک ریشه داره، با اون که مردم صدایی در حاکمیت به خصوص در حوزه فرهنگ ندارند و ما ساختارهایی هم برای اینکه بالاخره مردم ببین دائما خیلی خواستیم از بالا به پایین و حکمرانی رو اصلا کلا با یه نوعی اعمال در واقع الگوی حیات به یه معنایی و سبک زندگی خاص دارن اشتباه گرفته جمهوری اسلامی و دائما سعی میکنه که اون واژه استاندارد رو نمیدونم فارسیشو چه استفاده بکنم، استانداردهای سبک زندگی خودش رو اعمال بکنه. حالا این از این صحبت میگن دیگه هر کاری هم بکنید دیگه فایده ای نداره، یعنی بالاخره مشکل ریشه اینجاست. خیلی متشکر از طرح بحث خوبی که شما داشتید و مقدمه که آقای دکتر گفتن. خیلی در مقام نقد گفته های ایشون در واقع مرحله اول نیستم چون خیلی مقدماتی بود، اما اجازه بدید از اینجا شروع کنم که اگر ما سیاست گذاری رو به نحوی مداخله حاکمیت در اداره امور جامعه فرض کنیم که البته ابزارهای متعددی داره، شیوه های متعددی و سبک های متعددی داره، میتونه مستقیم باشه، غیر مستقیم باشه، میتونه به عبارتی خوب، موفق و ضعیف و شکست خورده باشه، فارغ از اینهاش، به نظر میاد ما یک تغییر گفتمانی و ریشه‌ای و بنیادین در نگاه به سیاست‌گذاری و حوزه فرهنگ در سالهای گذشته در دنیا داشتیم. من یادم یه زمانی که در واقع بحران‌های داعش و اینا پیش اومده بود، در اروپا چند تا از رهبران اروپا شروع کردن و ادبیات‌هایی رو به کار بردن که دوران در واقع چند فرهنگی، اصطلاحاً مولتیکالچرالیسم که خودشون میگفتن گذشته. آقای اگه اشتباه نکنم دیوید کامرون بود نخست وزیر انگلیس که یه زمانی از عبارت ماسکولار لیبرالیسم صحبت کرد که ما از این به بعد دیگه اصلا تعبیرش یه جمله خیلی قشنگی بود که اون دوران گذشت که بگیم شما به هر چی می‌خوای اعتقاد داشته باش تا زمانی که خلافی نکردیم ما باید کاری نداریم. الان ما باید بریم و در واقع روی افکار و اندیشه ها تمرکز کنیم که از همونجا یک در واقع برنامه مفصلی در اومد که هنوزم ادامه داره به اسم پریونت پروگرام و همین خانم ترزا می که اون زمان وزیر کشور بود اینو اجرا کرد. من اون زمان انگلستان بودم، در واقع تمام مدارس و دانشگاه پرسشنامه داده میشد، ایمیل های همه دیده میشد و با یه شاخص هایی میگفتن که اگر شما در بچه ها و در جوان ها مقدمات و زمینه های رادیکالیسم رو میبینید، اصطلاحا میگفتن سافت رادیکالیسم، ما از الان باید اینو در واقع تحت نظر بگیریم. خودشون میگفتن دوران اون نگاه های لیبرالی به فرهنگ گذشته و حاکمیت باید در فرهنگ مداخله بکنه. از اونجا خب بحث های جدی تری پیش اومد، بحث های مثل در واقع حاکمیت رسانه‌ای که مدیا ساورنتی میگفتن یا اخیرا حتی دیجیتال ساورنتی میگن که به هر حال حاکمیت کشورها بر حوزه فرهنگ و تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌هایی که فرهنگ رو مدیریت می‌کنه بحث بسیار
جدیه. من تقریبا میتونم بگم، حالا عبارت این عبارت به درستی توسط صدا و سیما عبارت‌های غیر فارسی مورد مناقشه قرار میگیره، ولی به خاطر اینکه در واقع اشتباه نکرده باشم ترجمه‌ش هم بفرمایید، معلومه اشکال نمیگیره. عبارت پارادایم شیفت عبارت اشتباهی نیست، یه پارادایم شیفتی در نگاه سیاست‌گذارانه به حوزه در واقع فرهنگ اتفاق افتاده در سالهای اخیر که من خودم در این تحول بودم. یعنی وقتی در واقع میدیدم که تحول گفتمان سیاستمداران و در واقع تصمیم گیران به ویژه دنیایی که به دنیای غرب معروفه و نگاه لیبرالی به حوزه فرهنگ رو مصداق و مشخصی خودشون میدونن کاملا مشهوده و در واقع نشانه گذاری شده. منتها خب که چی؟ آیا این به معنای هر نوع مداخله‌ای در فرهنگه؟ آیا مداخله فرهنگ به قول آقای دکتر بین در واقع پیرهن و افسار نباید تفاوت قائل شد؟ به نظر میاد تو اینجا خیلی حرف داریم. اگر برگردیم به جمهوری اسلامی و بخوایم یه آسیب شناسی بکنیم، ضمن اینکه نباید موفقیت‌ها هم از در واقع نظر دور بداریم، به هر حال وقتی یه اتفاقی میفته همه شروع میکنن به غر زدن، ولی واقعیت داستانی که اگر یک ارزیابی مبتنی بر شواهد داشته باشیم میتونیم منصفانه قضاوت کنیم موفقیت ها و شکست ها رو. اما اگر من نگاهم الان آسیب شناسانه است، یعنی این نگاه تحلیلگر حداقل در واقع ما که تو فضای سیاست پژوهی هستیم و یک در واقع زمینه اندیشکده‌ای داریم، سعی میکنیم هم ایجابی نگاه بکنیم و هم نقاط قوت و ضعف رو به صورت متعادل ببینیم. اما اینجا الان تاکید میکنم دارم آسیب شناسانه نگاه میکنم به داستان. ببینید، به هر حال ما رویکردهای حکمرانیمون، من تعبیرم از حکمرانی با آقای دکتر متفاوته. حکمرانی ما هر آن چه میگیریم که جامعه رو داره اداره میکنه، خوب و بدش هم نمیذاریم، میذاریم کنار. ما تو نگاه ما سیاست پژوهان خیلی ارزش گذاری نمیکنیم، خیلی اصطلاحا عملگرا به داستان داریم نگاه میکنیم. به نظر میاد خب ایرادات زیادی درش وجود داشته. یکیش در واقع این بوده که ما امر فرهنگ رو بیش از آنچه که باید، چون به هر حال فرهنگ همه عرصه‌های اجتماعی جنبه‌های سیاسی داره، جنبه‌های امنیتی داره، بیش از آنچه که باید سیاست زده کردیم و امنیت زده کردیم. امنیت زدگی فرهنگ و سیاست زدگی فرهنگ رو بنده که یه مدتی مدیر فرهنگی تو این کشور بودم با تمام گوشت و پوستم حس کردم. خب یعنی تناسب ورود در واقع نگاه‌های امنیتی و نگاه‌های سیاست زده به فرهنگ اصلاً در واقع تناسب قابل دفاعی نیست. این ربطی هم به این دولت و اون دولت نداره. در دولت گذشته در واقع ما می‌دیدیم که دوستانی در دولت هستند با نگاه‌هایی که اصطلاحاً نگاه لیبرالی ولی کاملاً سیاست زده به امر فرهنگ نگاه می‌کردند. بارها در جلسات به بنده می‌گفتن که حرفت خیلی حرف درستیه، ولی چون مثلا شما تو اون زمان یه مدیر یک دستگاهی هستی که با دولت همراه نیست، ما با شما همراهی نمی‌کنیم. خب همین رو تو جریان اینورم داریم. یعنی نگاه سیاست زده و این عدم وفاق حاکمیت در جهتگیری فرهنگی خودش و فرهنگ رو بازیچه در واقع بازی های سیاسی کردن. دم انتخابات یکی میره سراغ یه سلبریتی، دم یکی میره سراغ اون یکی سلبریتی، یکی بهش قول در واقع حل مشکلاتش رو میده، اون یکی در واقع ممکنه همونجا باش برخورد بکنه. همه اینها ببینید یه نگاه سیاسی برش حاکمه و این باعث میشه که اقلن حاکمیت ولو در اون جهتگیری که از نظر دکتر ممکن اشتباه هم باشه، من ارزش گذاری نمی کنم، در جهتگیری خودش یک حکمرانی که حداقلی از در واقع عمل کرد و اصلا خروجی مثبت رو داشته باشه نداشته باشه. نکته دومی که شاید بشه اینجا اشاره کرد اینه که فقط این آیه ما میان قول بدید بیشتر، چون بالاخره حضرت عالی رو همه ما میشناسیم، خیلی به نظرم حرف مهم و حساسیه. من یعنی هم سیاست زدگی و امنیت زدگی چون تجربه زیستم همونجوری که فرمودید هست، من به نظرم خیلی میتونه حرفی باشه. بله، که بله من بحث بشه و قابل توجه باشه در ایران. اینو من قول میگیرم در طی برنامه من رها نکنم این بحث. من رو تیتوار عرض میکنم خدمت شما. نکته دومی که مهمه در واقع، من اگه بخوام سه تا نکته رو بگم خلاصه میکنم، وگرنه خب ما کارمون اینه میتونیم ارزیابی مفصل تر بگیم، مینویسیم معمولا اینا رو جای مختلف. زمان میگیرید شما؟ بله دکتر، بله نه زمان میگیرم. سلام سیما قطع کنم. نه بفرمایید وقت دارید. نکته دومی که در واقع مهمه به نظرم اینه که همینی که شما تحت عنوان بوروکراتیزه شدن فرهنگ گفتید، این بوروکراسی با معنایی که الان ما داریم مشاهدهش میکنیم، بوروکراسی میتونه معنای مثبت هم داشته باشه، در واقع مرگ ایده است و مرگ هر نوع نوآوری در هر حوزه‌ای که ورود میکنه. و ما وقتی فرهنگ رو به طور خاص فرهنگ رو بیشتر از بقیه عرصه‌ها اجازه
در واقع ظهور و بروز جریانات مردمی و بعد جریانات حرفه‌ای مردمی. این خیلی مهمه، اصطلاحاً پروفشنالایزیشن در واقع فرهنگ رو نمیدیم. این اتفاق میفته که ساختار فرهنگ ما ساختار توده‌ای میشه. این رو در واقع بازم شما باید بهتر توضیح بدید، رشته من این نیست، ولی مثلا من یه نوع نگاه داریم میبینیم که در واقع عناصر فرهنگی ما یه فردن، یه نفره کاملا ادای اپوزیسیون در میاره، در واقع برای خودش در واقع یه سلبریتی فردیه که برای خودش یک مسیری رو برای جلب توجه و افکار عمومی در نظر گرفته و معمولا هم توی فرهنگ ما و توی نگاه سیاسی ما نگاه اپوزیسیون خیلی بیشتر جواب میده. ولی ما این نگاه رو مثلا در خیلی از سلبریتی‌های مدل اصطلاحا انگلو ساکسونی نمی‌بینیم. اونا ساختار حرفه‌ای شده، معمولا میزان ورودشون در سیاست کنترل میشه، میزان در واقع ابراز نظرشون در حوزه اجتماعی کنترل میشه، مثل خیلی از فوتبالیستای خارجی و فوتبالیستای ایرانی که فوتبالیستای خارجی تحت در واقع سیطره یک کمپانی حرفه‌ای ان و ما اجازه ندادیم حوزه فرهنگمون حرفه‌ای بشه. حرفه‌ای شدنش به دو معناست، به یک معنا، یک اینکه از دولت جدا بشه و بخش خصوصی حرفه‌ای شکل بگیره و دولت نقش رگولاتوری داشته باشه، نقش تنظیمگرانه داشته باشه. وقتی بوروکراتیزش می‌کنیم طبیعتاً توش نوآوری تقریباً می‌میره، اصلا دلیلی به نوآوری نیست. من این بخش رو با بخش بعدی با مثال همین حجاب یه مقدار باز می‌کنم که چه اتفاقی در به نظر من در حوزه حجاب افتاد. المان سومم بگم، المان سومم اینه که با هر هدفی، خوب یا بد، در واقع درست یا غلط، سهم مردم توش دیده شده باشه ندیده شده باشه، وقتی ما ساختار اشتباه میگیریم حتما نتیجه اشتباه میگیریم. در جمهوری اسلامی ساختار شورایی و ساختار تقسیم کار رمز در واقع ناگفته انجام نشدن کاره. هر کاری رو که ما بریم در شوراهای عالی یعنی نمیخوایم انجامش بدیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی در شرایط فعلی گاردش کار نکردنه. همه دوست دارن کار کنن ها، همه انگیزه کار دارن، اما از این ساختار کار بیرون نمیاد. بنده به عنوان کسی میگم که در خیلی از شوراها رفتم و اومدم و دیدم مدل تقسیم کار رو. شما میگی در قضیه یکی نگاه شورایی، یکی نگاه تقسیم کاریه. یعنی ما یه هدف، مثلا شما میگی وضع حجاب کشور الان اینه، حجاب که دیگه چالشی ترین مسئله است، منم در اصل موضوعش ممکنه سوالاتی داشته باشم، ولی فرض میکنم حجاب یک هدف گذاری فرهنگیه. وقتی شما میگی حجاب کی مسئوله، میگن 35 تا سازمان و بعد تصمیم گیریش کجا میشه؟ در شورای عالی فلان. یعنی انجام نمیشه. یعنی حتما اتفاق به بدترین وجه ممکن اتفاق میفته. و چون در واقع همین اتفاق حجاب رو در نظر بگیریم، فارغ از جهتگیریش، فارغ از اینکه اصلا موضوع در واقع انتخاب درستی بود یا انتخاب غلطی بود، وقتی شما تصمیم رو بردید در یک 35 تا سازمان، هیچ سازمانی مسئول نیست، در این حال که همه مسئولند، آخرش هم در واقع اون سهم بسیار حداقلیشو که باید مثلا ما به پلیس واگذار بکنیم که شاید تقریبا تمایل به صفر پیدا بکنه در یک کار فرهنگی بسیار نرم، آخرش همه میرن یقه پلیس رو میگیرن، در همه جا، در همه تریبون ها، در نماز جمعه همیشه میگن نیرو انتظامی کجایی، آخرش میشه همین. وقتی شما 35 تا سازمان داری که هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مؤاخذه نمیشه که چرا این اتفاق نیفتاد، چرا اهداف فرهنگی در واقع بهش نرسیدیم، این نتیجه در واقع این در واقع تدارک و تجهیز عمل نکردنه، تدارک و تجهیز شکسته. من عرض میکنم، نوشتم اینا رو خیلی جاها، در خیلی از اسناد سیاستی ما تدوین میشن که به نتیجه نرسن. چون تقسیم کاری که توش داره میشه در واقع هیچ کس مسئول نیست و هیچ کس اصطلاحا مسئولیت نهایی رو، به قول این بازم لغت فرنگیش، لغت گویایی، چون عبارت علمی ultimate responsibility معلوم نیست با کیه و در واقع مسئولیت نهایی رو معلوم نیست با کیه و کی باید پاسخگو باشه. اینو شما نگاه کنید اتفاق میفته. من وقتی اتفاقات حجاب رو مثلا ملاحظه میکردم، تخصصم نبود، در واقع توش تمرکزیم نداشتم، میدیدم این مسیری که به جای خوبی نمیرسه. چرا؟ در طرف مقابلت تعداد زیادی اندیش کرده، نهاد پژوهشی، آدمایی هستن که با انگیزه و اتفاقا بسیار حرفه‌ای دارن تبلیغ میکنن که مسئله حجاب رو به یک بحران اجتماعی برای شما تبدیل کنن. هر روز ایده میزنن. شما اصلا میفهمید از تعداد ایده ها، تعداد نوآوری ها، تعداد در واقع اصطلاحا اون برنامه های جدیدی که میامد روی صحنه، میفهمید داره پشتش در واقع نوآوری زده میشه، کار میشه، گروه های حرفه‌ای دارن کار میکنن.
این ور واگذار کرده 25 تا سازمان بوروکراتیک، هیچ کس مسئولیت نداره، در واقع فقط هم همه ادعا دارن، همه از تریبوناشون استفاده میکنن بدون اینکه کوچکترین ایده ای زده بشه. یعنی ما تعداد ایده هایی که من در چند سال گذشته دیدم در حوزه حجاب زده شده، قضاوتم بازم دقیق نیست چون حوزه تمرکز و مطالعه ام نبوده، بسیار معدوده. یعنی اگه ایده نوآورانه ای زده شده باشه تو این حوزه، در حالی که مقابلش رو ببینید، من همیشه میگم مقابلش رو ببینید، مثلا جریان هیئت های مذهبی ما، هیئت های ما چون مردمیه، چون تا حدودی جوانگراست، شما همواره داری ایده میبینی از نسل جوان. همه هجومه ها علیه اینه که هیئت ها تعطیل بشن، ولی هیئت ها تعطیل نمیشن، روز به روز در واقع به نحوی در واقع دارن شادابتر عمل میکنن. چرا؟ چون این جریان مردمی شده، تا حدود زیادی انگیزه های خود انگیزاننده است و مبتنی بر انگیزه های در واقع درونی هست و در این حال نوآوری داره تا حدودی توش اتفاق میفته. به خاطر همین در یک تقابل فرهنگی ما آرایشمون خیلی وقت آرایش شکسته. این آرایش فارغ از اینکه اصلا حجاب موضوع درستی برای ورود بوده یا نبوده، پیشاپیش محکوم به شکست دیگه. بسیار متشکرم دکتر. آقای کوسری فکر کنم من فقط یه نکته اضافه بکنم به آقای دکتر که بالاخره ما به قول حضرت عالی باید ببینیم مسئله چیه و یه تشخیص درستی از مسئله بدیم. یکی از انتقادات خیلی خلاصه شاید به این معنای پربس آمده به این تقریر و روایت شما از مسئله اینه که واقعا اینه که جمهوری اسلامی اصلا به خاطر همین ساختارهای داخلی و تناقضهای داخلی و و اصلا در فعلا اصلا در حوزه حکمرانی فرهنگ اصلا نتونسته وارد بشه. یعنی این روایتی که شما میفرمایید که اصلا مردم سهم ندارن، دولت هم سهم نداره، یعنی اصلا معلوم نیست حوزه فرهنگ بعد چه کسی داره خلاصه فرمان دست کیست. آره من جواب برخیر نکات های دکتر خب قابل تعمله. من میخوام بگم که حالا یه مشکلی که ما داریم همیشه در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاسی هم بوده دیگه، هر کی برحال یه ایده میده میگن این نگاه لیبرالی. من میخوام بگم که نه، نگاه لیبرالی نیست. ببینید در واقع استدلال های آقای دکتر تو برخی از این زمینه ها کلمت الحق و یراد و هر باطل میدونم. این ما هر جا گیر میکنیم میگیم غرب هم این کار کرده، میگیم سینما، میگیم خب کانادا هم مثلا سهم گذاشته تو تولید سینمای داخلی فلان جا. خب همین به نظر من ما یه شترگاف پلنگی شدیم که هر جامون یه تیکست یه رنگه. یعنی جایی که دوست داریم به غرب استناد میکنه، البته نمیخوام بگم ایشون چنین کاری میکنه، ولی کلن ما هر جا گیر میکنیم میگیم غرب هم از لیبرالیسم خسته شده. چه حرفایی؟ این به نظر من اصلا ما به مسئله خودمون فکر کنیم، سعی کنیم راست حسینی مسئله ما در کشور کجاش گیر میکنه. یعنی چون ما اگر راه غرب رو بخوایم بریم، خب میشه اصطلاح راه رفتن کپ که بعد راه رفتن خودش هم یادش میره. من به نظرم اینو نگیم، یعنی این مسئله به اصطلاح انگه. دوم این که با عملگرایی ایشون هم من مخالفم. مسئله عملگرایی، ببینید اگه ما پراگماتیسم باشیم، پراگماتیسم جوابش همینه. درست شما حالا به جای 35 سازمان بدید یه سازمان حل بکنه، ولی حل نمیتونه بکنه چون گیر توی اون مسئله اساسیه. یعنی مسئله اساسی شکافته نمیشه، حجاب هیچ موقع سرش بحث نمیشه، ولی خب ما 35 سازمان داریم بدیم از یک سازمان. یعنی خیلی آی بی ام و مثلا مدیریتی بگیم نه اینجوری نمیشه، حل نمیشه. یعنی درسته ایشون، من با حرف ایشون موافقم که تعدد سازمان‌ها یعنی راهی برای نشدن، اصلا بهترین جمله و شاکلید فرمایشات آی دکتره، ولی راهش هم حتی یک سازمانم بدیم نمیشه چون خود اون مسئله شکافته نمیشه. در مورد حجاب ما بالاخره همه یا حرفای حوزوی ها رو شنیدیم یا بالاخره خودمون خوندیم، متوجهیم که قرائت ها راجع به حجاب بالاخره تو علما متعدده، یک بلی حاشیه مشترک داره، یک دامنه تفاوت هم داره دیگه. شما تو همین قضای اخیر دیدید برخی اظهار نظر کردن که آقا مثلا ولی اگه این واجبه به اندازه فلان مسئله واجب نیست، به اندازه مثلا فساد مالی که تو کشور داره رشد میکنه واجب نیست. پس میخوام بگم که این مسائل هیچ موقع بس گذاشته نمیشه و اصل موضوع اینه که ما اول تکلیفمون رو با این مسئله روشن کنیم. این به نظر من هیچ اصلا نگاه لیبرالیستی نیست که ما بگیم خب مردم صدا اگه داشته باشن میشه لیبرالیسم.
همونش دعوای اول انقلاب که هر کی رو می‌خواستیم یه جوری خلاصه حذف کنیم می‌گفتیم این لیبرال چقدر ما از این حرفا زدیم، ولی به نظرم این نیست. بنابراین اینو من باش مخالفم، یعنی این دو نکته رو به نظرم باید اصلاح کنیم. نکته دوم اینه که اصلا فرهنگ چیه؟ خب آقا این همه راجع به فرهنگ حرف زدن، وزارت ارشاد، پژوهشکده ها، جایی که خود منم کار کردم، راجع به فرهنگ، فرهنگ چیه اصلا که ما الان میخوام سیاست فرهنگی بذاریم؟ من به نظرم اصلا فرهنگ یه بخشش در تولیدات سینما هست، تئاتر هست، موسیقی هست که به جای خودش، الان ما خیلی وارد این چیزا نمیخوام بشیم که الان محصولات فرهنگی، محصولات و بروندا تجلیات فرهنگ نمیخوام بشیم. خود فرهنگ چیه؟ شورای فرهنگ عمومی چقدر کار کرده؟ شما اگه مصوبات شورای فرهنگ عمومی رو نگاه کنید اصلا از 1000 زده بالا، اینا هر جلسه میشینن چند تا مصوبه دارن. خب کو؟ یعنی کو مدیریت به اصطلاح فرهنگ عمومی؟ فرهنگ عمومی به نظر من حتی حجاب نیست، حتی به اصطلاح این ظواهری که بهش اشاره میکنن نیست. فرهنگ عمومی این رشد و بلوغ یک ملت، اگه ما این داشته باشیم جلوه هاشو میتونیم تو جای مختلف ببینیم. خب برای این ما چی کار کردیم؟ ما اتفاقا جلوی این بلوغ رو گرفتیم. ما بلوغی آقا این که 98 درصد درسته دیگه، 98 درصد رأی به جمهوری اسلامی دادن، اگه این 98 درصد رأی دادن و این درسته که من میگم درسته، خب ما الان به چند درصد رسیدیم این 98 درصد؟ پس ما بد عمل کردیم دیگه. یعنی در واقع ما یک اکثریت نسبتا مطلقی که رأی دادن به این نظام و به این چیز، ما خودمون زدیم به اصطلاح سرمایه‌مون رو، آره، تقسیمش کردیم، داغونش کردیم. و در واقع پس نشون میده که ما اگر به بلوغ اینا به اصطلاح براشون کار میکردیم که اینجوری نمیشد. من بخش یه مثال مشهدی است. مشهدی ها به اصطلاح میگن که ساندویچ با نون اضاف. تصور آدمایی که انقلاب کردن ساندویچ با نون اضاف بود دیگه، نون اضافه به قول مشهدی ها. یعنی یه حکومتی میخواستن که از پهلوی چند قدم جلوتر باشه، نه تنها بالاخره اون امکانات رو بده، بلکه چون بحث اسلام، بحث انقلابیون به اصطلاح خوب هست، بالاخره ایده ها و آرمان خوب هست، چند گام هم بره جلو، جمع بین دنیا آخرت و معنویت. خب و این در واقع میبینیم که رفاه. ما اون 98 درصد رو از دست دادیم. بنابراین من فکر میکنم که مرکز فرهنگ، غیر از اون تجلیات فرهنگ و اینا، وقتی الان ما مشکلمون در واقع یه گیرمون بحث سر فرهنگ عمومیه، سر فرهنگ مردمه، این فرهنگ به نظرم وقتی میتونیم بگیم یه ملت فرهیخته شده از این نظر که بلوغ فکری ما توش ببینیم و این بلوغ فکری تو جاهای مختلف به مصد کسر قبول. الان سوال اینه که چون میخوام تمرکز رو بحث حکمرانی به خصوص بریم، جمهوری اسلامی چه باید میکرده که نکرده؟ حکمرانی ببینید آقای دکتر بهتر از من میدونن، چون برخی توی یکی بالا توی این حوزه فکر کردن، یه بخشایی به اصطلاح کار تجربی مدیریتی داشتن و الان هم توی یک پژوهشکده با همین عنوان کار میکنن. حکمرانی با مفهوم حکومت فرق میکنه. هنوزم فرمایشات ایشون من به نظرم حکمرانی نیست، حکومته، یعنی گاورمنت، گاورننس نیست. گاورننس از نظر من یعنی میانداری. خب کجای این سیاست گذاری ها میانداری بوده؟ حتی ما تو خصوصی سازی هم میانداری نکردیم، یه بخش خصوصی علیل شبه دولتی ساختیم که اونم معلومه چه آدم هایی توشن. یعنی در واقع میدونید این اسمش گاورننس نیست، این حکمرانی نیست، این همون گاورمنت با یه کلکی مدرنش کردیم، بزکش کردیم، بهش میگیم گاورننس. گاورننس به معنی میانداری. گاورمنت هم نیست آقای دکتر، من میخوام بگم حالا اون دیگه هیچی، اون بر ما فرض میکنیم بود. یعنی ببینید گاورننس به معنی میانداری. اگه آقای دکتر میگن در غرب، در غرب بله گاورننس که رسیدن به این مفهوم، به این مفهوم بود که ما یک قدم از مفهوم گاورمنت، یعنی حاکم و حکومت کردنی که همه چیز رو حق خودش میدونه، به سمت دولت ها و حاکمیت های بریم که اینا میانداری بکنن. حالا بری چی باید میانداری بکنن؟ قطعا باید بین یک بخش گفتگوی مردم، یه بخش های بازار، یه بخش های سهم خود دولت میانداری بکنن. اینجاست که من میگم که ما به اصطلاح اون کلمت الحق و یراد و الباطل رو گرفتیم، یعنی
گاورننس رو گرفتیم، باز توش رو پر کردیم با به اصطلاح اون تفکرات گاورمنتی و حاکمیتی و حکومتی، و اینه که بخش خصوصی و کارهای خصوصی سازی اونم در واقع ناجور موفق نشدیم. شما میدونید در همه عرصه‌ها دیگه نمیدونم نیشگر هفت‌تپه و اینجا و اونجا همش حاصل به اصطلاح این موضوع که خصوصی سازی درست انجام نشد، یا اصلا اصل ایدهش غلط بوده که ما وارد این بازی شدیم، یا این از بازی اگه درست بوده نتونستیم اجراش کنیم. که من صورت بندی بکنم برای اینکه بر خودم روشن تر بشه، الان مسئله اینه که فکر و رویکرد دولت به مسئله خطا بوده. یعنی وقت شما یعنی آقای دکتر زارن بردن در لایه عملکردها، شما میفرمایید نه اصلا مسئله عملکرد نیست، به نظرم عملکرد نیست، رویکرد اصلا کلا دولت فهمی به این معنا از، چون ببینید شما اگه فرهنگ این سیستم باز بیاد یک بگید خب دست این 35 تا سازمان نمیدیم، دست این سازمان میدیم دیگه، عملیاتی به قول آقای دکتر پراگماتیستی و عملگرایانه، اون از کجا اومده؟ مثلا نمیدیم دست صدا و سیما تولید کنه فیلم، میدیم دست اون گروه. اون گروه کیه؟ یعنی اون گروه هم داخل همین سیستم بار اومده، پس اونم همین اشتباهات اینو تکرار میکنه، چون در واقع با یه رانت بیشتر با یه مزیتی بیشتری برای خودش نمیتونه حل بکنه، چون اصل مسئله شکافته نمیشه و اصل مسئله به اصطلاح به بحث گذاشته نمیشه و سهمها مشخص نیست. این مسئله است که به اصطلاح در فرهنگ است. یه بخش فرمایشات آقای دکترم بود که به نظر من خب ما یه جاهایی نمیتونیم بگیم از فرهنگ دفاع داریم میکنیم، فرهنگی که توش نوآوری نباشه. خب نوآوری چطوری به وجود میاد؟ خلاقیت وقتیه که شما حق به اصطلاح خلاقیت بدی به فرد، ولی وقتی عره بکنی که همه خاموش میشن، اونایی که نمیتونن تحمل کنن مهاجرت میکنن، اونم که هستن صد چونه میارن پایین. بنابراین این نوآوری هم به نظرم وقتی به اصطلاح امکان پذیر میشه که ما اجازه به اصطلاح تفکر کردن بدیم. این فرهنگه به نظر من. من خودم 20 سال در دانشگاه هم دیگه، من فکر میکنم تفکر راجع به فرهنگ در ایران غلطه. یعنی با اینکه در شورای فرهنگ عمومی رفتم، در بخش پژوهشی کار کردم، یا خودمون رو میزنیم به اون را دیگه. یعنی اولین حرفی که تو بحث کتابچه‌های سیاستگذاری فرهنگ رو نگاه کنید، میگن فلان دانشمند مثلا بریتانیایی 700 تا فرهنگ تعریف از فرهنگ جمع کرده. این یعنی چی؟ این آقا فرهنگ هیچ که نمیفهمه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. نه، فرهنگ در واقع اون به اصطلاح به قول آقای دکتر خلاقیت، اون قدرت تفکر و تمیزی است که یک ملت میتونه داشته باشه، و اگه اینو داشته باشه و این رشد بکنه خب میتونه تو مسائل مختلف. حاکمیت آقای دکتر نظرتون اینه که باید آزادی‌های بیشتری در این حوزه بده که اون خلاقیت تفکر بله. ممکن بشه، و در واقع نباید آزادی تبدیل به فحش بشه. الان آزادی تبدیل به فحش شده، یعنی کسی میگه آزادی، میگه آها میخوای بری تو خیابون فلان کارو بکنی. ای بابا آخه این چت مثلا تفکری میدونی؟ یعنی اره کردن آدم ها و تفکر، یعنی به نظر من میدونید، یعنی این سوء تفاهمی که رو خود واژه ها وجود داره به اصطلاح کارو مشکل میکنه. بنابراین به نظر من کار تو رگولیتوری نیست، توی این که ما بگیم سازمان ها، تعدد سازمان ها که قطعا موانع میشه بله، ولی بازم مشکل در رگولاتوری نیست. این تنظیمگری با همه این مشکلات سیستم دست پنجه نرم میکنه و آخر تو خودش غرق میشه، یعنی هضم میشه این رگولاتوری تو خود این سیستم. بسیار متشکرم که اجازه بدید من خلاصه دائم سعی کنم وقت رو رعایت بکنم. آیا یک تو مشکل ساختار و سازمان و بودجه و اینها نیست ظاهرا؟ نه دکتر، میگم آخه یه لایه عمیق تری هستش که شما هر چه بکنید مشکل خودش رو باز تولید میکنه. ببینید حالا چون طبیعتا برنامه گفتگو محور یه مقدار چالش هم نیاز داره، ولی اینکه من خیلی اهل چالش نیستم، ولی بذارید با اون نقد گفتگوی آقای دکتر شروع کنم که به هر حال ما متوجه نشدیم آخرش یادگیری از دنیا خوبه یا بده. طبیعتا معتقدیم که یادگیری از دنیا در واقع به معنی تقلید نیست، به معنی اینکه همه اونا رو میشه اینجا پیاده کرد نیست. کار ماست دیگه، اصلا در واقع روش تحقیقای متعددی است که در واقع قابل استفاده بکنه نگاه های اصطلاحا تطبیقی رو.
ولی به هر حال من نکنیم آقای دکتر، اجازه بدیم که یاد بگیریم از کاری که دیگران میکنن و نتیجه در واقع تجربه بشریه. اما من به نظرم آقای دکتر نکات خوبی رو فرمودن، ولی اجازه بدید که من به نظرم یک نوع اختلاطی و خلطی که در نگاه ایشون نسبت به بحث حکمرانی و گاورننس شد رو یه مدار بهش بپردازم. به نظر من فهم دقیقی از حوزه حکمرانی ایشون ارائه ندادن الان و میتونیم سر این صحبت کنیم. این گاورمنت رو طبیعتاً ما دولت میبینیم، دولت به معنای این که یک نگاه بالا و پایین دارد، دو از طریق ساختاری بروکراتیکش این کار انجام میده. اما گاورننس اگر به معنای میانداری، با اون تعبیری که شما میگید تعبیر قشنگیه، ولی این تعبیر اگر به معنای بیطرفی دولت باشه، این تقریبا نه 21 سهم مال خودشه دیگه، از اون 3-4 سهم یه سهمش هم مال خودش، یعنی میانداری که یک سهم هم داره. احسن. ولی این به قول یارو عذرخواهی میکنم لایون شیر نیست، سهم شیر نیست. حالا اون سهم شیر رو داریم میدیم به اون کوچولو هم مثلا میگم حالا مال شما. آره ببین آقای دکتر، اگر منظور شما در واقع این هست که ما حکمرانی رو حتما در واقع توزیع قدرت دولت متمرکز به سایر ساختار اجتماعی میبینیم و همه ساختارها رو در اداره مشارکت در عمل مشارکت شونده در واقع میبینیم، یعنی مشارکن اینا هر کاریشون که بکنیم هستن و حتما یه حکمرانی خوب اینو بهتر فراهم میکنه. اما اگر حکمرانی به معنای در واقع پاسبان سر چهارراهه که هیچ طرفی نیست، بله، یا در واقع عملا تمام قدرت رو از دولت بیرون ببریم، اصطلاحا بازم عذرخواهی میکنم کلمه علمیش رو به کار میگم، اصطلاحا میگن دی گورنمنتالایز گورننس، چون این چیزی معنی نداره. الان رد شده همه نگاه علمی اینو میگه که همچنان دولت ها محورن، اولا دومن دولت ها جهت دارن، یعنی اون دورانی که فکر میکردن که دولت ها جهت ندارن وای میسن وسط، فقط در واقع میخوان به هم نزنید برید جلو هر مسیری که جامعه رفت، نیست این دوران، نیست حداقل الان به صورت نظری هم نیست. اگر قبلا نظری شعارشو میدادن ولی در عمل دولت ها جهت داشتن، الان به صورت نظری هم نیست. شواهد خیلی زیادی دارم، میتونم توی این منبرهای متعدد بلم. پس اگر معنی میانداری بیطرفی دولت مطلقه نیست، دولت حتما جهت داره و جهت میده، منتها هوشمندانه میتونه از همه ابزارهای اجتماعی استفاده بکنه به جایی که کارمند احتمالاً کم انگیزه‌ای که احتمالاً به علت بدون اهانت به قشر کارمند، خود ما هم به نحوی کارمندیم به هر حال، چه هر جایی که باشیم، چه دانشگاه چه جای دیگه، مدت زیادی وقتی در یک ساختار قرار میگیره نه انگیزه داره، نه سواد داره، نه با تحولات همراهه و نه اختیار کافی داره و نه ریسک کافی داره که بیاد یک کار متحورانه انجام بده رو مسئول انجام یک کار قرار بده. حتما اگر او 35 سازمان بشه یک سازمان، اون یک سازمان هم به جایی که خودش متصدی باشد مگر موارد معدودی، بیاد و در جایگاه حاکمیتی خودش قرار بگیره و اجازه بده که بخش خصوصی کارش انجام بده و بعد مسئول نتیجه باشه، پاسخگوی به جامعه باشه، پاسخگوی به در واقع در مقابل افکار عمومی و در مقابل در واقع قواعد دیوانی کشور باشه، حتما متفاوت خواهد بود با 35 سازمان. شما ببینید غرب امروز تصمیم میگیره هم جنس بازی رو اصطلاحا نرمالایز بکنه، یعنی تو همین یک مورد رو اینقدر هوشمندانه از 35 سازمان بدیم به یه سازمان حل میشه، مثلا بدیم به نیرو انتظامی. من در واقع من مراقب بودم که حتما در واقع وارد اصل موضوع حجاب نشم، چون تخصصم نیست. اینی که شما میگید نگاه هایی هست که حجاب مدیریتی دیگه، آیا حجاب در واقع مقایسش قابل مقایسه است با خدمت شما رسیدن بقیه احکام اجتماعی، آیا حجاب ویژگی خاصی داره به نسبت بقیه، اینا حوزه تخصصی که من درش وارد نمیشم. اگه ما از 35 سازمان بگیم حتماً مدیریتی، اگر حتماً اگر مدیریتی اتفاق میافتاد اقلاً یک شکست واضح بود و یه مسئول داشت، میتونستیم اون شکست رو تحلیل کنیم. شکست واضح وجود داره، کسی نمیخواد با قبولش کنه. حتماً من در مورد بازم کیس حجاب صحبت نمیکنم، حتماً اون قابل ارزیابی نیست. حتما اگر یک سازمان هوشمند با استفاده از توانهای اجتماعی، با استفاده از نیروهای خلاق بود، هر اتفاقی رو در جامعه تا یه حدی جلو می‌برد. من دارم به شما میگم غرب الان میاد در واقع هر نوع ارتباط جنسی که نه تنها نگاه فطری در واقع دچار مشکله، حتی از نظر افکار عمومی غرب هم دچار مشکله، جا میندازه وقتی میاد با سیستم در واقع محکم پای کار وای میسه، ایده میزنه، از همه ابزارهای حکمرانیش استفاده میکنه، هوشمندانه مدیریت میکنه. بعد از این مدت شما در جامعه زندگی میکنی که احساس میکنی اگر هم جنس باز نباشی تو جامعه غریبه ای، در حالی که واقعیت جامعه غرب هم این نیست. من عرضم اینه که حتما در واقع نگاه عملگرایی، البته نافی اون مباحث پایه‌ای نیست، اصلا نافی مباحث پایه‌ای نیست، اینا جایگزین هم نیست، اینا در واقع مکمل همن. من تاکید میکنم و تصریح میکنم که من وارد اون مباحث پایه‌ای نمیشم که حجاب یک امر اجتماعی هست یا نه، آیا حجاب باید قانون باشه یا نباشه، این حوزه در واقع تخصص بنده نیست.
اما من به صورت کلی در مورد فرهنگ که صحبت میکنم، حتما در واقع نگاه عملگرایانه من به من نشون میده که ساختارهای ما برای همونجوری که عرض کردم برای نشودن اتفاق افتادن و در واقع شکل گرفت. یه نکته تکمیلی اجازه بدید بگم. یه نکته که شما فرمودید در مورد مفهوم فرهنگ، به نظرم بازم با تصریح به این که در واقع حوزه تخصصی من نیست، حتما در واقع اون چیزی که در کشور ما باورش در واقع در اقلی ترین شرایط ممکن آماده شدیم، مفهوم مزیق فرهنگه. فرهنگ به معنای صنایع فرهنگی و محصولات فرهنگی. شما یه وزارت ارشاد دارید، حتی مثلا به نحوی سازمان‌هایی دارید که صدا و سیما هم جزش قرار می‌گیرن، اینا متمرکزن بر محصولات فرهنگی، فیلم و سریال و موسیقی و امثال هم. اما بخش در واقع موسع تعریف فرهنگ که حالا شاید توی ادبیات علمی بهش فرهنگ نگن، بیشتر در واقع مباحث اجتماعی بگن که شاید در واقع مباحث سبک زندگی و فاکتورهای کلان اجتماعی ما تو اونجا قرار میگیره، تو کشور ما تقریبا بی صاحبه. یعنی ما هیچ سازمانی نداریم که متولی باشه که مثلا میزان دکتر بگن دلیل موفقیتش نسبیش هم مثلا در واقع شاخص خشونت در جامعه ما، شاخص در واقع خدمت شما میزان رضایت از زندگی، شاخص یه بحثی رو کشور من روز داشتم ایمیلی اومده بود، یه کنفرانسی بود، یه ارائه بود در باب کشور بوتان، یه شاخصی برای خودش دیولپ کرده چند سال پیش به اسم شاخص نشنال هپینس، شاخص شادی ملی. خب اینا حالا بعضیش خیلی سمبولیکه این تعریفه، ولی میخوام بگم کی متولی ایناست؟ شاخص اصلا سوشال کپیتال، سرمایه اجتماعی، کی متولی اینه؟ ما تقریبا هیچ کس نداریم. من یه یادداشتی رو هفته پیش از من منتشر شد در مورد حکمرانی بحران و در واقع بحث بحران اخیر گفتم یکی از حوزه‌های بحران که تقریبا هیچ صاحبی نداره مسائل اجتماعی بحرانه. الان در شاک که شما میشینی شورای امنیت کشور، هیچ کس متولی مسائل اجتماعی نیست. وزارت کشور ما همیشه وزارت امنیتی بوده، در بهترین شرایطی وزارت امنیتی بوده. خب بعد تو اون دور اون میز که میشینن میگن کی مسئول اجتماعی، میگن وزارت کشور سازمان اجتماعی داره. کجاش در واقع سازمان اجتماعی وزارت کشور؟ کدوم نهاد مسئول در واقع اون معنای موسع فرهنگه؟ شاید ما در حوزه مذهبی بله یه جای سازمانی مثل سازمان تبلیغات داریم با رویکرده جدیدش هم که این مقدار مردمی تره، شاید در واقع موفقیت های بهتری هم بتونه کسب بکنه. ولی مسائل عمومی فرهنگ، مسائل عمومی فرهنگ ما سپردیم به یک شورا، هیچ کاری از شورا در نمیاد. شورا نهایتا جمع‌بندی نظرات و یک تصمیمات کلان، اجرا اصلا با شورا نیست. کی مسئول در واقع مسائل اجتماعی کشوره؟ کی اینا رو اندازه‌گیری میکنه؟ کی در واقع مسئول تغییرات خوب و بد ایناست؟ در مقابل تغییرات خوبش تشویق میشه و تغییرات بعدش بازخواست میشه و نهاد متولی این کیه؟ من از این جهت با آقای دکتر کاملا موافقم که ما مفهومی از فرهنگ رو گرفتیم که بسیار مفهوم مزیقیه، در حالی که محصولات و صنایع، بله بیشتر محصولات صنایع و ما متولی در واقع برای بقیه حوزه‌های فرهنگ نداریم که حالا با عبارتی میشه حوزه‌های اجتماعی اون. حالا این بسیار متشکرم دکتر. ببخشید من فقط یه نکته هم دوباره باز اضافه بکنم که از اتای نکاتتون رو تکمیل بفرمایید. من شاید آیه امامیان این نکته ای رو دارن گوش زد میکنن که ما به سطوح مختلف مسئله توجه کنیم و اگه حداقل این سطوح مدیریتی و جاری مسئله رو حل بکنیم امکان فهم عمیق‌تر شاید به ما بده. با عرض معذرت میگم اینجوری نیست. یعنی این فرمایشات آیه دکتر اگه به عمقش بریم در واقع فرمایشات ایشون دیگاورمنتالایز میشه کردنه، یعنی حکومت زداییه. چون اگه شما هر کار حکومت رو در دولت رو در مفهوم گستردش بدی یه گروه کوچیکی، خب دولت چی کار است؟ خب این همه بودجه مثلا 20000 میلیارد، خب چرا باید بدیم به اینا؟ خب این اصلا خودش یعنی دولت زدایی. یعنی ما دولتمون هیچ کاری نمیکنه یا یه جوری خودشو تنظیم کرده که هیچ کار ازش بر نیاد، میدیم به گروه های دیگه. صدا و سیما تو نمیتونی کار کنی، میدیم به سازمان فلان، چون جرات ندارم دیگه اسپیاره، میدیم به سازمان فلان و بهمان. خب باشه، خب این خودش دولت زدایی دیگه. اصلا این معناش چیه؟ اصلا دولت زدایی از این آشکارتر نمیشه که یه دولت اینجوری میشه، دولتی که هیچ کاری ندارد، به قول آقای پورمحمد، دکتر پورمحمدی، دو روز در کار چیز داره، بقیه‌شو میدیم آدما که کار بکنن. خب خود دولت رو حل کن دیگه، مشکلش رو حل کن. بنابراین به نظرم این در عمل خود این به دولت زدایی منجر میشه. ضمن این که من معتقدم این کار جواب نمیده، به خاطر اینکه اون گروه ها تو همین سیستم دارن کار میکنن،
اون گروه ها به زودی آلوده به رانت ها میشن، آلوده به روابط میشن و آلوده میشن که حالا یه جوری حلش کن، حالا یه جوریش حلش کن، یعنی بنبست های بیشتر. هر ساختار ممکنی درگیر دوباره همین وضعیت میرسه به اونجا. در واقع دو مرتبه خودش یک معضلات جدیدی به وجود میاره. یعنی ببینید مسئله دیگه به اصطلاح اینه که خب کی متولیه؟ خب این متولیا لیستشون اومده، البته به قول آقای دکتر چون زیاده واقعا نمیشه یقه همه اون متولیا یا نمیتوانند حل کنند یا زیرچشمی رد میکنند و آخر سر میرسه مثلا در مسئله حجاب به یک سازمان، آقا تو برو بگیر. بعدم که اون میگیره صدا همه در میاد که ما نگفتیم اینجوری بگیر. نمیشه دیگه. خود اون نهادا بزرگتر منتقده، خود اون نهادا طلبکار میشن، در صورت که خب این وظایف تو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تو مصوبات ارشاد وجود داره. بعد ما دو سه چهار تا سازمان گردن کلوف داریم که اینا مدعی فرهنگ، اگه اینا نمیتونن فرهنگ رو مدیریت کنن، بالاخره اون سهم شیر یا حتی گاورننس به معنی یک میانداری که خودش هم سهم خوبی داره اداره بکنن، ما چرا اصلا باید اینا رو داشته باشیم که بعد بدیم یه عده دیگه باز بگیم که مثل این بعضی از ادارات نداشتنشون راه حله؟ یعنی میخوام بگم که شاید از این سوی ما نتونیم توصیه کنیم که نباشند. نه دیگه، مثل آقای احمدی نژاد میشه که حتی نمیدونم اسمش ایشونو باید ببرم یا میتونم ببرم تو ایشون با آقا سازمان برنامه‌ریزی اصلا اضافیه، موضوع کل سازمان حل کرد، نیروها رو تقسیم کرد تو استانداری ها، گوه اصلا برن دنبال کارشون. چند سالش هم با این شیوه رفتن جلو. اینجوری اگه به شما باید همین سازمان ها رو حل کنیم، بگیم آقا برین خونه هاتون یا برین تو سازمان های دیگه، ولی من به نظرم ما پاسخ نداریم. میخوام بگم پیشنهاد واقعا، یعنی به صورت جدی پیشنهاد میکنید که چنین کاری بکنیم با سازمان فعلی فرهنگ دولتی یا نه؟ به نظر من فرمایشات آقای دکتر اینه دیگه که آقا اینا جواب نمیده، بدیم یک گروه کارآمدی کار حل بکنه. خب وقتی این کار رو قرار بدیم به اونا و بودجه بدیم، خب اینا رو حل کنیم دیگه، برن خونه هاشون. یعنی بگم آقا مگه اون سازمان هست؟ یعنی مگه ایران چنین توانی داره از لحاظ ساختاری و دولتی؟ پاسخ من اینه که نیست. پاسخ های دکتر اینه که میشه مدیریتش کرد، یعنی به اصطلاح اعتمادی به شیوه مدیریت دارن که من ندارم حقیقتش. یعنی در واقع معتقدم بله مدیریت ها مدیریت خوب برخره درصدهای میتونه به حل مسئله کمک کنه، ولی نمیتونه بنیادی مسئله رو به اصطلاح مسئله رو حل کنه. این که من گفتم به اصطلاح فرهنگ یک کانون و محور داره، این کانون و محور رو در جاهای دیگه مسائل دیگه ما داریم، ما باید اینو حل بکنیم، سرش به توافق برسیم، سرش به اصطلاح یک سهمهایی قائل بشیم و با یه مدیریتی بتونیم اینو جلو ببریم. در غیر این صورت ببینید به اصطلاح به همین بنبست‌ها میرسیم، به همین گرفتاری‌هایی میرسیم که هر روز در واقع توش غلط میزنیم. و از جمله این که به هر حال ما آیا به نسل‌ها معتقدیم یا نه؟ خود صدا و سیما چندین برنامه راجع به نسل‌ها گذاشت، حالا میگن نسل X Y Z، حالا نسل‌های هر چی، آب الف ب جیم، آیا به نسل معتقدیم یا نه؟ سوال دوم، آیا ما اگر به نسل جوان اعتقاد داشتیم در انقلاب و جنگ، چرا به این نسل اعتقاد نداریم؟ اون اصل ناقل بود، اینا ناقلن. خب میدونی این تفکرات یک بام و دو هواست. اگه اون نسل جوانی که 14 سال بود 15 سال بود شناسنامه‌شو دستکاری میکرد میرفت جبهه، عاقل بود و میدونست تو چه دنیایی داره زندگی میکنه، برای چه کاری باید فداکاری بکنه، این اصلا میدونه. ما بعد یکی رو میپذیریم، یکی رو میگیم نه این اصلا نمیفهمه، این اصلا دنبال مثلا سکس، دنبال مسائل دیگه است. این به نظرم یعنی همون 98 درصدی که هی تقسیم میشن و سهمی باقی نمیمونه. آقای دکتر باشه من دوباره صورت بندی کنم چون سعی میکنم تمرکز بذارم بحث. آقای دکتر من به نظرم اون تشخیصی که حضرت عالی داشتید پیگیری میکردید یه جورایی تمرکز بر این بود که ذهنیت دولت نسبت به مسئله فرهنگ ذهنیت نادرستیه و تا این ذهنیت، این روی کرد، این نسبتی که دولت و قدرت و مسئله فرهنگ در ایران ایجاد کرده اصلاح نشه، هیچ ساختاری، بودجه‌ای، سازمانی، نمیدونم سندهای جامع، ستادها، اینها مسئله رو به این معنای حل نمی کنه.
من میخوام این پرسش از اینجا در واقع این فکر ویده رو ادامه بدیم که خب برای اصلاح ذهنیت، یعنی قبول فرض کنید راه حل آقای دکتر امامیان کار نمیکنه، این باید ذهنیت دولت رو درست بکنیم، چه باید برای اون بکنیم؟ یعنی دولت چه جوری میتونه یه جور دیگه نگاه بکنه؟ نخبگان باید مثلا توصیه بکنن یا نه یه مسئله تاریخی اصلا حل نمیشه، ما با یه انسداد و بنبستی مواجهیم، گفتگو میخواد، آزادی میخواد، اعتراض میخواد. خب ببینید نکته اصلی در فرهنگ اگه لفظ ایرانیشو در نظر بگیریم خیلی به ایده من نزدیکه. فر از مفهوم فر میاد، این فریختگی یا فر با کتاب خوندن و سینما دیدن و اینا حاصل نمیشه، اگرچه اینا توش تاثیر دارن. این فر یه قدرت به اصطلاح تمیز، یک قدرت اندیشنده است، یک نوع عقلانیته که در ملت‌ها رشد میکنه و البته میتونه مثلا جلوه های متعددی باشه، در یه سطوح هم توسط اندیشمندان و هنرمندان تبدیل چیز بشه. ولی اون ایده ای که در مورد مفهوم فرهنگ در ایران تمدن ایرانی وجود داشته، این ایده همین به اصطلاح تفکر کردن، قدرت تمیز داشتن، قدرت تمایز بین خیر و شر رو داشتن، این مفهوم فر و فرهنگ ازش بلند شده اومده که تو کتابا نوشته شده. خب این چطوری میتونه پرورش پیدا بکنه؟ این تو یک جامعه‌ای که امکان گفتگو وجود داشته باشه، امکان نقد وجود داشته باشه و امکان وجود به اصطلاح انتخاب وجود داشته باشه هست. بدون اینها یه جامعه بالنده نمیشه. ما دیگه از پیامبر اسلام که بزرگتر نیستیم. پیامبر اسلام بالاخره فریادهایی میزد که جا خطاب اومد که آجون شما وظیفت ابلاغه، هرسم میخوری جوشم میخوری، اما اگه یه جای آدم ها نمیان به راه تو کارتو انجام بده. قرار نیست که همه جامعه یک دست بشه. پیامبر نتونست، من نمیخوام بگم نتونست، من عقیده شخصی خودم اینه که سنت خداوند رنگارنگی جامعه است، تنوع جامعه است. حتی اگر اینا رو ما جلوه خداوند بدون، اون منحرف، اون دزد، اونم یک سهمی از این جامعه است، چون به یه دلایلی وارد این مسیر شده. خوبها هستن، بدا هم هستن. یک جامعه که دینامیک داره و دولت باید به رسمیت بشناسه. دولت باید به رسمیت بشناسه. الان مشکل اینه که اینو به رسمیت نمیشناسه. نمیشناسه. ببینید شما، چون شما در همه مستندهایی که در رابطه با رژیم پهلوی چیز کردید، گفتم باید دستگاه فرهنگی خیلی عظیمی داشت، پول و نفت رو خرج میکرد، چرا نتونست جامعه رو یک دست کنه؟ انقلاب از کجا به وجود اومد؟ انقلاب درست از اون آدمایی به وجود اومد که تو سیستم‌های شاه داشتن درس می‌خوندن. یا تو اون جامعه زندگی میکنن، چطور نتونست با اون سیستم فرهنگی، اون همه پول، جشن 2500 ساله نتونست همه رو یک دست بکنه؟ چون نمیشد، سنت خداست. ما هم نمیتونیم. ما هم باید بدونیم آقا این جامعه دوست داریم همه دیندار باشن، همه اصلا حزب اللهی یک دست باشن، همه اصلا از صبح تا شب نیایش و عبادت بکنه. نمیشه این جامعه. این جامعه تنوع داره. یکی ممکنه صبح تا شب عبادت بکنه، یکی ممکنه عبادت نکنه. بالاخره این دینامیک جامعه است. این ناسیه که خداوند براش قسم میخوره. ناس هیچ گروه یک دست با یک تفکر مشخص نیست. حالا اون تفکر هر چی میخواد باشه، همه چیز توش هست، چون همه هم جلوه خدا. اگه بخوایم حالا مثلا تفسیر دینی بکنیم، من جامعه شناس میگم هیچ جامعه ای نمیتواند یک دست بکنه و بالاخره از یه جایی میزنه بیرون. آقای دکتر، خلاصه سخنان که هر دولتی بخواد این کارو بکنه در یه تنازع دائمی با جامعه در قطعاً. مگه اینکه اون دولت بفهمی که آقا جامعه یک طیفه، خوب داره، بد هم داره، میانه هم داره، آدم های به قول سیاسیون و رایدان خاکستری هم داره. این جامعه است، این ذات جامعه است. البته یه حکومت، حالا از هر نوعی باشه، یا حکومت اسلامی، باید مثل پیامبر حرف خودشو بزنه، پیام خودشو بده. اما اینکه قرار بشه گوشی یارو رو بپیچونه که تو این کارو بکن، این دیگه به نظرم باعث میشه که این جامعه بسیار از مسیر خودش خارج بشه. خب دکتر امامیان،
ایده آقای دکتر کمابیش، حالا بخوام در یه جمله خلاصه بکنم، اینه که مسئله اینه که دولت به این معنی روی کرد و فهم درستی نسبت به جامعه ایران نداره. حالا شما هی ساختار درست بکنید، هی سند بنویسید، هی یعنی شاید اون یه سطحی حل بکنه، ولی اون سطح عمیق مسئله باقی میمونه در ایران و این دوباره خودشو باز تولید میکنه. حالا بدون اینکه بخوام اینو رد کنم، میگم همونم از اینی که ما در واقع اون نگاهمون به اداره نگاه در واقع قابل دفاعی نیست و نظاممند نیست. چرا؟ یعنی همون ساعت رو حل کنیم بالاخره. نه بشه معنا. من حرف آقای اگر حرف آقای دکترم این بود، من بهش صحه میذارم، اگر نه خودم تاکید میکنم. الان نگاه ما شناخت خوبی از جامعهمون نداریم. همین نسل جدیدمون نداریم. چرا نداریم؟ بخاطر اینکه ما ساختاری نداریم که این شناخت رو به خوبی اندازه‌گیری بکنه، به مسئولین برسونه و اونا رو به اندازه کافی هوشیار بکنه که تفاوت جدیه. خیلی جالبه اتفاقی که توی خیابون میفته، تازه انگاری که ما مثلا یهو از چیز اینا از غار اومدن. چرا؟ به خاطر اینکه ساختارهای بخشی از ساختار حاکمیت چشمان بینای حاکمیتن که باید به خوبی از جامعهش شناخت دقیق داشته باشه. این شناخت فقط شناخت امنیتی نیست، شناخت اجتماعی، شناخت فرهنگی، به اندازه گیری بدونی که الان مثلا جوانان ما با چه موسیقی دارن زندگی میکنن، با چه سریال هایی دارن در واقع ممکنه آخر شب رو موبایلشون دارن نگاه میکنن و میخوابن، فردا با همون نگاه دارن مدرسه میرن، جوانای ما تو چه گروه هایی هستن. خب اینا ساختارهایی رو فراهم کرده که بعضی وقتا ما انگاری که شوک زده میشیم. این شوک زدگی برای در واقع مثلا کسی که در ساختار حاکمیتی نیست اشکال نداره، ولی برای حاکمیت اصلا در واقع قابل دفاع نیست. و ما باید ساختار مانیتورینگ دقیق از جامعه داشته باشیم، فهم دقیق از جامعه داشته باشیم، طبیعتا متناسب با اون فهم با تصمیم بگیریم. یعنی الان حاکمیت بخصوص در حوزه فرهنگ چشم نداره. حتی اگر ساختارهای حاکمیت درست باشه، همین فهم درستم میده. ضمن اینکه من بازم با این نکته کاملا تاکید میکنم، به هر حال ما باید در حدی از تنوع رو بپذیریم. تنوع رو باید بپذیریم اولا. این بپذیریم معنی تسلیم شدن نیست. حتما معنی تسلیم شدن نیست. حتما به معنی اینه که ما جهت فرهنگی داریم، حتما به معنی اینه که ما خوب و بد داریم، حتما به معنی اینه که ما یه جاهایی یه سری از بدها رو باش برخورد می‌کنیم. بله، منتها خیلی اقلیه، خیلی داینامیکه، خیلی ربط داره به اون شناختی که ما از جامعه داریم و اولویت گذاری ما ممکنه تغییر بکنه. و ما باید هوشمندانه باشیم. ما همون چیزایی که مثلا سال 60 مشکل می‌دونستیم الان ممکنه مشکل ندونیم. این به معنی این نیست که نسبی داریم نگاه می‌کنیم، به معنی اینه که داریم با واقعیت‌های جامعه می‌خوایم واقعیت جامعه رو حکمرانی پذیر بکنیم. ما نمیتونیم با جامعه ای که مثلا در واقع بر اثر پلتفرم های جدید به یه چیزهایی عادت کرده یا یه چیزایی براش عادی شده، اصطلاحا بازم به تعبیر چیزش نرمالایز شده، بعد اینو ما بیایم به همون میزان در واقع قبیح بدونیم که برای مثلا نسل دهه 50 و 60 میدونستیم. پس من در واقع یک تاکید دارم که اولا واضح بگم من قائل به دولت زدایی در اجرا، در اجرا ولی قائل به دولت زدایی از حکمرانی نیستم. در اجرا البته استثناءاتی داره. من جز مدافعین رسانه ملی ام، چون پابلیک برودکستر در همه جای دنیا مدافعینی داره. من خودم جز کسی که سالها توش بودم تقریبا مخالفی الان در دنیا نداره پابلیک برودکستر. به عنوان متخصص این حوزه میگم، به عنوان کسی که چندین مقاله در حوزه پابلیک برودکستر منتشر کردم، در خدمت شما هستم. سیاست گذاری رسانه‌ای درس میدم، کار میکنم. یه جلسه رو آقای احتمالاً آقای بیگلی میذاره در همین موقع با هم بحث میکنیم. پابلیک برودکستر تقریبا در دنیا مخالفی نداره بر ضرورتش. خود صداوسیما یه کتاب منتشر کرده. من دارم تحدی میکنم به این. بجز در واقع دو کشور نیوزیلند و آمریکا، همه کشورهای دنیا پابلیک برودکستر هم بنده به عنوان نماینده در بسیاری جلسات شرکت کردم. در همین یک ماه گذشته در اجلاس پابلیک برودکستر اروپایی شرکت کردم که در واقع رویکرد این که پابلیک برودکستر به عنوان یکی از المان‌های حفظ هویت و فرهنگ اجتماعی الان کسی نمیتونه ازش صرف نظر بکنه. من میتونم ازش دفاع بکنم، نوشتم، می‌نویسم و صحبت می‌کنم. یه جلسه شما سر این بذارید. ولی فقط آقای دکتر سوال مثلا این پرانتز بود. بله. این پرانتز رو ببندم. من کلاً با دولت زدایی به معنای عامش در اجرا کاملا موافقم. اینو با صدای بلند میگم. حتما استثناءاتی داره مثل پابلیک برودکستر. ولی به صورت عمومی در واقع با این موافقم. ولی با دولت زدایی از حکمرانی فرهنگ موافق نیستم. حتما دولت باید در حوزه فرهنگ حکمرانی بکند. حکمرانی به معنای ممکنه یه بار نقشش رگولاتوریه، یه بار نقشش سیاست گذاره. خب اما مجری قطعا مجری خوبی نیست.
حتما در واقع شما میگی الان من ظرفیت بخش خصوصی خوب ندارم، فیلمساز خوب ندارم، شرکت در واقع تولید کننده سریال ندارم، اما وقتی شروع میکنی پیدا میشه. در واقع خود به خود این برای یک شبه اووردنایت به قول اینا ایجاد که نمیشه. ما همین شرکت های رسانه هایی که یه زمانی من در واقع وقتی ساترا بودم از ما مجوز میگرفتن، خیلی از این رسانه ها در از مجموعه کوچیکی شروع کردن ولی بعدا مجموعه چند هزار میلیاردی رسیدن. فارغ از اینکه خوب یا بد عمل کردن یا ما باشون خوب تا کردیم یا بد تا کردیم، یه ظرفیت هم برای جامعه ما. حتی در واقع بعضی از نهادهای اجتماعی که توی در واقع وابسته به دستگاه ها درست شدن، از خود دستگاه ها دارن بهتر کار میکنن. خود صدا و سیمای شما الان داره فیلم و سریال از خیلی از اون نهادها میخره. چرا؟ احتمالاً افیشنت تر، بهتر، با کیفیت بهتر دارن تولید میکنن. پس من به دولت زدایی در اجرا موافقم. یک. دو، حتما در واقع معتقدم ما فهم اون از جامعه دقیق نیست، نیازمند چشمان بینایی هستیم که جامعه رو به خوبی برای ما تحلیل کنه. من از اهل امنیتی سوال بپرسم، دولت تو حوزه سلبی چقدر باید مداخله بکنه؟ فیلتر، پارازیت، عدم دسترسی به حتما از من اینقدر ساده نیستم که جواب آره یا نه به شما. بله من همین میخوام بگم، حتما با جوابش به اینه که در واقع اینا همه ابزاره. اگر نگاه ابزاری بهش بکنیم، اگر در هدف گذاری درست داشته باشیم، تو یک نگاه حکمرانی به معنای توسعه استفاده از ابزارهای متعدد و توانهای متعدد جامعه در اداره امر جامعه، ممکنه شما به ابزارهای سلبی هم نیاز داشته باشید. ولی این به معنای اینکه از اینجا شروع بکنی نیست. این به معنای این هم نیست که به سادگی اینو بذاری کنار. هیچ جای دنیا اینام کنار نمیذاره. خب منتها حتما در واقع من برای این نیازمند توضیح بیشترم، به خاطر همین در همین حد اینجا کفایت میکنه گفتگوی من. ولی نکته دوم هم فهم دقیق بود که عرض کردم. نکته سوم پذیرش تنوع. تنوع رو باید پذیرفت و تنوع هم در واقع طیفش متفاوت میشه، در روزگار متفاوت میشه. و نکته آخرم نمایندگیه، اصطلاحاً رپرزنتیشن. من به نظرم باید در ساختارها ما به نحوی نمایندگی اقشار مختلف، طیف‌ها و نگاه‌های مختلف رو قائل باشیم. ولو اینکه حتما جهت داریم، حتما اولویت میدیم، حتما، ولی در مقام عمل روی زمین وقتی یک طیفی وجود دارد، شما باید وجود داشتنش رو به رسمیت بشناسی و براش فکر کنی. در واقع اصطلاحاً نادیده گرفتن و یک در واقع تغافل متعمدانه راه حل مسئله در واقع نیست. من نکته سوالمو فقط دوباره، دولت خب چرا این کارا رو نمی‌کنه؟ یعنی بالاخره یه سری آسیب ما دائما تو برنامه‌هامون میشونه و از دولت می‌خوایم که دولت این گونه رفتار بکنه. منتها شاید یعنی بریم از منظر اونم ببینیم چه اتفاقی برای دولت حتما میتونه علتای متعددی داشته باشه. یکی از علتاش که من چند تا علتی که به ذهنم میرسه رو الان میگم، ادعا نمی‌کنم اینا حصر دلایله و اینی که دقیقاً همه هم به همه صدق می‌کنه. بعضی از دولت‌ها نگاه سیاسی داشتن، خب یعنی واقعا به مدیریت فرهنگی اعتقاد نداشتند. خب به خاطر همین سیاست زدگی که فرمودن، سیاست زدگی به معنی راهسازی فرهنگ بود. خب که مونن فرهنگ رو راهش کنیم، کاری نداریم، چی کار داریم جامعه میخواد چی کار کنه، ولی پشت تلویزیون یه حرفای دیگری میزد. و بعضی از جاها در واقع به نظرم از تنبلی بوروکراتیکه. یعنی ما دکتر اسم دولت ها رو بیارید اشکالی نداره، یعنی نه حالا اگر... مستاق بگم خیلی وقت وجود داره اصلا در الان دولت ما که یک پارچه نیست، برای رأس یه جور فکر میکنه، مدیر میانش یه جور فکر میکنه، بعضی وقت اینا ریشه داره در نهاد بوروکراتیک ما. یعنی همین الان شما در از مدیران کشورم بپرسید نظر واحدی در این زمینه ندارن، احتمالاً تفاوت نظر وجود داره. و خب بعضی دولت‌ها هم که واضح گفتن دیگه، گفتن ما به جهتگیری فرهنگی، به مدیریت فرهنگی، به حکمرانی فرهنگی معتقد نیستیم. به نظر من ساده انگارانه به نگاه‌های لیبرالی قدیم در واقع دنیای غرب اینا طبیعتاً باور کرده بودن و اعتقاد قلبی داشتن. ولی نکته دوم یه مقدارش به نظر من بازم من دارم طراحی در واقع توجیه و توصیف تکنیکی می‌کنم از مشکل، ممکنه توصیف سطحی باشه. یه سرش تنبلی بوروکراتیکه. آدم بوروکراتیک اصلا کسی وقتی ازش نخواد نمیره کار عمیق بکنه. میگه من یه شناختی از جامعه دارم. به قولی یه بنده خدایی میگفت که من تو ماشین نشستم چشمی از مردم نظرسنجی کردم. خب در این واقعیتیه. یعنی خیلی همینجور تصمیم میگیرن. حالا اینو یه رئیس جمهور گفت، ولی واقعیت خیلی از مدیرای ماست. یعنی میگه بر اساس چه مبنایی تو این تصمیمی داری میگیری؟ میگه خب فهم من اینه دیگه از جامعه، نه فقط در واقع از جریان اونورا، از همه جریانات. خیلی از ائمه جامعه ما الان حرف میزنن اصلا شناختی از جامعهشون ندارن. برای فهمی با یک حداقل دورور خودش، یعنی وقتی شما فهم نظاممند و روشمند از جامعه نداشته باشی، و این یه مقدارش به این برمیگره که ما تنبلی بوروکراتیک داریم یا اینا رو بلد نیستیم. سومیش هم ساختارهای ناکارآمده. در واقع به جایی که یک مدیریت فرهنگی درست بکنیم که مثلا با تعداد کمی آدم یه بخش مانیتورینگ خوب جامعه داشته باشه، نظرسنجی بکنه، افکارسنجی بکنه، در واقع بیگ دیتا آنالیسیس بکنه، اینا یه ساختار بزرگ درست میکنیم. بعد نگاه میکنی قسمت عمدهش مثلا در واقع فقط دارن نون بربری میگیرن برای صبحانه کارمندا. این قسمت عمدهش در واقع خدمه و هم در خدمه و حشمن.
ساختار بوروکراتیک ما الان اینه، یعنی حتی در ساختار ستادی ما الان وضعیت اینه، نه فقط در حوزه فرهنگا. شما برو نسبت در واقع کارمندان ستادی غیر متخصص در سازمان برنامه بودجه نگاه کن. این عدد امسال و دوره جدید ندارم، چند سال پیش من عدد داشتم از این تعداد، قبل از فکرم قرار از تعطیلی دوره آقای احمدی نژاد، که یه تعداد قالبی از اینو کار در واقع اداری و در واقع خدماتی ستاد در برنامه ریزی ترین و ستادی ترین و فکری ترین در واقع دپارتمان کشورت. این اتفاق داره میفته، یعنی ما آقای دکتر جز مدافعین در واقع حضور دولت در فرهنگ ساختارهای عظیم درست میکنیم، ساختار عظیمی که بعد از این مدت مثل همین سازمان صدا و سیما که من یه زمانی جزء مدیرانش بودم 50,000 تا کارمند داریم. فرزن فرض بود فکر کنم بیشتر. نه شما گفت بدیم این ساختار انجام بدن. 50,000 تا کارمند داریم یا 50,000 تا کارمند داریم. بعد می‌بینی مثلا در واقع اون بخشای تخصصی سازمان که باید به صورت حرفه‌ای کار بکنه مدت هاست از در واقع رقبای خودش در بیرون عقب مونده. بسیار متشکرم دکتر. یه وقت داریم یه دور دیگه بزنیم. آقای دکتر، آقای دکتر دوباره به اون وجود فنی اشاره کردن. من میخوام این سوالم از حضرت عالی بپرسم که خب چرا دولت در ایران چنین پدیده ایه که رویکرد خطایی به مسئله فرهنگ داشته، نمیدونه یه سردرگمی راهبردی به این معنی داره؟ اول اصلاح روایت هم داریم، صداقت. اصلاح امکان پذیر نیست تا شما صداقت نداشته باشید. اگه پیچ بدی ممکنه موقتا حل کنی، حل نمیشه. توی جلسه بودیم با آقای مرادی کرمانی، میگفت فلانی، من تازه تو اون جلسه سینمایی رفته بودم، گفت به اندازه ما اگه پوست این خیارایی که خوردیم اگه سر هم بکنیم تا کره ماه میرسه. اینقدر جلسه یعنی چی؟ یعنی تو نمیخوای حل بشه. اولین نکته صداقتی که تو بخوای حل بشه. آقای دکتر میگه مونیتورینگ نیست. کی همچه حرفی میزنه مونیتورینگ نیست؟ صدها سازمان و مؤسسه که دارن پول میگیرن روزانه دارن گزارش نظرسنجی میکنن. یکیش ایسپاس، البته ایسپا از جای پول نمیگیره، خودش پول میده، ولی این روشنترینش و سرپاترینشه، یعنی ظاهرترینشه. بسیاری از اینا از شما تو همه شوراهایی که آقای دکتر میگن برین ببینید چند تا گزارش از اینا میاد. حتی من تو شورای مثلا استانداری تهران شکل اگرم راجع به خشونت گزارش دادن میشنون اینا، یعنی مونیتورینگ وجود داره. بعد شما اطلاعات رو تفسیر سو میکنی، یا میگه نه اینجوری نیست، میزنی زیر میز، یا یه جوری مثلا چند سال ما میگیم آقا فقط ما 4 میلیون معتاد داریم اینجا، یعنی یا مدیر مملکتی ما نمیفهمه یا یه چیز دیگه است که آقا ما 10 سال سرچ کردیم، آقا آمار رسمی متولیان امر اعتیاد شما سرچ بکنید تو اینترنت ببینید چند میلیون کیستن، بالاخره چند نفرن شما اینه تو 10 سال 4 میلیون نفره. از 4 میلیون نمیاد بالا. چرا نمیاد بالا؟ به دلیل که اون نه به جامعه داره گزارش میده صداقت داره، نه به بالا دستیش، یا اگه به بالا دستیش هم میگه که واقعا 4 میلیونی 6 میلیونه و این داره رشد میکنه، باز میگه که نه مثلا این یه جوریه باید اینجوری حلش کنیم. این ببینید این مشکلی که ما داریم به صورت عملیاتی اینه، یعنی در واقع با ترتیب آمار رو میدیم، آمار رو بیچاره میکنیم. مونیتورینگ وجود داره، توسط دانشگاه انجام میشه، توسط جهاد دانشگاهی انجام میشه، توسط نهادهای امنیتی مرتبا انجام میشه. کی همچی میگه نیست؟ به نظر من هست، اما این مونیتورینگ سوء تفسیر میشه ازش، آمارش یا یعنی میره دوباره تو همون ذهنیت، آفرین، میره تو اون ذهنیت که نه اینجوری نیست، یه جوری دیگه است. بنابراین این میدونید مشکل هیچ موقع اینجوری حل نمیشه و مدیر دولتی هم عادت میکنه به این سب، میگه آقا چرا من سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم. اون میگه من 4 میلیونه دیگه، 4 میلیون معتاد داریم تو 10 سال. این که من شوخی نمیکنم، اینو شما سرچ بکنید توی جستجو بکنید توی مثلا گوگل یا هر شبکه، یه رقم ثابتی مونده این چند 4 میلیون تو 10 سال ما معتاد داریم، جوک دیگه. ببینید این در واقع اتفاقی است که سر آمار میفته و نمیشه باش به نظر من چیز. نکته که آقای دکتر گفتن راجع به من موافق با دولت هستم، نه من موافق با هیچی نیستم. من میگم که اگر ایشون میگه این کارو بکنیم این پیامدها رو داره. من به نظرم تکلیفمون ما باید
اولا با مسئله روشن کنیم، بعدم با ساختار اجرایی. یکی از معضلاتی که نظام‌های انقلابی به وجود میارن برای خودشون و اتفاقا تو دانشگاه‌های انقلابی هم هست، بوروکراسی مضاعفه. این علتی است که به سقوط روسیه هم منجر شد در اون دوره. چیز دابل بوروکراسی ما وجود داره، بوروکراسی مضاعف وجود داره، چون میگه که خب ما گفتیم حسن آقا بره خرید بکنه، نکنه حسن آقا یه دفعه شیطون بره تو جلدش، حسین آقا رو میذاره مواظب حسن آقا، نهاد نظارتی. من میگم حسین آقا نکنه، حسین یک ببینید، هی ما بوروکراسی مضاعف به وجود میاریم و این بوروکراسی مضاعف یه تا حدود هم آقای دکتر اشاره کردن تو فرمایشاشون، این بوروکراسی مضاعف خودش مانع حل مسئله هم میشه و در واقع مدیرم عادت میکنه که روزگار بگذرونه و حل نکنه مسئله رو. مگه اینکه مسئله حاد شه دیگه، یعنی مگه مسئله خیلی دیگه، اون مسئله حاد میشه، یه هیاهویی میشه، یک مشکلی اونم میشه، اونم غالبا میفرستیم نهادهای امنیتی و انتظامی میدیم حل بکنن. طبیعتا اینجوری. همین مسئله اخیر، حالا نمیخوام خیلی وارد چیزش بشیم، خیلی هم میگن آقا غرب هم این مشکل رو داشته. بله داره، در خیلی از نقاط جهان شورش شهری به وجود اومده، حالا یا سر گاز یا سر بنزین یا سر مثلا یک جرمی یا سر یه اتفاقی است، شورش شهری به وجود میاد، شورش به وجود میاد، نارضایتی به وجود میاد. اما باید ببینیم که کدوم کشورها مکانیسم حل دارن، یعنی چیزهایی که ما استناد میکنیم به غرب یا شرق یا هر جای دیگه، بله اون اینا رو داره، مکانیسم حل هم داره. ما مکانیسم های حل نداریم، برای اینی که این هی اتفاق میفته، حالا بعد میدیم زیر قالی، باز دو سال دیگه همین اتفاق با همینجور میفته. تو مثلا سیل مگه همچی اتفاق نمیفته دیگه؟ الان همه ناراحت میشن، آی سیل برد مردم، آی فلان شد، آی بهمان شد، تو به جمع تو، همه هم واقعا فداکاری میکنن، همه اون مسئولین و آدم ها، و میره زیر قالی. دو سال دیگه دو مرتبه این همون پدیده به وجود میاد، به دلیل که مکانیسم و بستر راهکارهای حل روشن و شفاف نمیشه. مسئله پیشرفت یک جامعه، ببینید ما الان در خیلی از دانشگاه ها، نمیخوام اسم بیارم نشاندار بکنم، در خیلی از دانشگاه ها دارن راجع به پروژه تمدن اسلامی کار میکنن. تمدن اسلامی چیه؟ چون جامعت اگه سازمان اجتماعی نداشته باشه کوچکترین مسائل رو نمیتونه حل بکنه. تمدن اسلامی کجا بوده؟ یعنی شما باید سازمان اجتماعی تو قوی کنی، سازمان اجتماعی تمهیدات، مکانیسم ها، راهکارهایی به تو میده که مسئله رو حل کنی. بله همه دنیا بدون شک بحران هایی دارن، مسائلی دارن. مثلا نمونه، حالا این پدیده که این روزا وجود، حالا بگیم مثلا جورج فلوید نمونه اینه، عیب نداره، حالا نمیخوام راجع به محتواش مقایسه کنم، استاقش حالا خیلی مهم نیست. آره این بالاخره یه مکانیسم حل داره، یه مکانیسم قانونی داره، یه مداخله جامعه مدنی داره، شما نداری. بعد این میفته گردن کی؟ گردن اون که نیروی امنیتی نظامی، اون باید حل بکنه. خب اون چجوری میتونه حلش بکنه؟ همینجوری. نه اونجا چه مکانیسمی داره دکتر؟ ببینید مکانیسمایی هست که مثلا یه گروه تحقیق مثلا مستقل میاد پدیده رو آشکار میکنه، سهم مداخله ها و قصور ها رو روشن میکنه، مکانیسمایی برای حلش میذاره به سرعت. ما میگیم گزارش فلان موضوع دستور داده مثلا رئیس جمهور، کو کجا؟ یعنی کدوم گزارش؟ این گزارش انقدر دیر میاد که اصلا معلوم نمیشه کی مقصره، کی باید جواب بده، کجا باید مسئله رو حل کنیم. ها مکانیسم روشن داره، یه مسئول به هر دلیلی یه اتفاقی افتاده، این مسئول اگه یه سهمی در قصور داره باید توبیخ بشه، باید عوض بشه، باید عذرخواهی بکنه. و البته با سرعت دیگه، یعنی که از مشکلات ما هم همینه که با سرعت. آره اگه تو دیگه گزارش مثلا این وقایع رو بدی به درد کی میخوره؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ بسیار متشکرم آقای دکتر امامیان. جنبندی بریم دیگه به سمت جنبندی. نه خواهش میکنم، بحث خوبی بود. من خیلی حالا چون که در واقع به نظر میاد یکم بس چرخید تو حوزه‌های مختلفی، شاید نتونم یه جنبندی واضحی رو بدم. موضوعی مدار اصلا چیز بود، سیال بود. سیال. به خاطر همین تشکر میکنم از شما، از مهمان محترم. بحث خوبی بود به نظر من.
با موضوعات دقیق تر میشه این بحثا رو ادامه داد. مثلا حکمرانی رسانه یکی از این بحثا بود، با موضوع ساختارهای فرهنگی ما. من دیدم یه برنامه هم هست یک دو روز پیش تو همین صدا و سیما دیدم که گزارش میدادن از یک اجلاسی به عنوان بازسازی ساختارهای فرهنگی و چیز شبیه به این، در واقع ارزیابی عملکرد شوراهای مطرح ما از جمله شورای انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی که به نوعی تو این حوزه هستن. بر باب بعضی از اینا ما تحقیقات مفصل چند ماهه یا بیشتر از یک ساله انجام دادیم، میشه در واقع گفتگوهای جدی سر این حوزه انجام داد. و طبیعتاً به نظر میاد فارغ از این بحثای فنی و تکنیکی و بحثای مبنایی هم که آقای دکتر گفتن، باب کردنش و باز کردنش برکت داره. من یه جمله آخر رو بگم تقریبا وقت داریم آقای دکتر، یعنی خب بس یک دو سه جمله میگم. یکی که من فکر میکنم اولین سوالی که ما توی بعد از این اتفاقات با دوستان و همکاران خودمون طرح کردیم، گفتیم خیلی نگرانید که چه اتفاقی میفته، ولی مهم اینه که سوالو مثبت کنید، بگید بحران چه فرصت هایی برای ما ایجاد میکنه. برای جامعه بشری همه تئوری ها و نظریه ها نمیتونه نقش بحران رو در تحول از نظر دور بداره. بحران ها خیلی وقتا میتونه فرصت باشن. واقعا بنده به عنوان یک آدم سیاست پژوه، به عنوان یک آدم مشاور، کسی که نگاه اندیشکده‌ای داره، بارها سعی میکنم که در واقع بعضی از مسئولین رو نسبت به موضوعاتی حساس بکنم. حساس نمیشن تا زمانی که بحران بیاد و در بزنه در خونه اینا. چشم‌ها باز میشه، آره، گوش‌ها میشنوه. این تئوریزه هم شده. ما تو تئوری میگیم میگه باید در واقع 3 تا 4 تا اتفاق کنار هم بیفته تا یک تحول سیاسی اتفاق بیفته. میگیم یکیش اینه که باید در واقع طبیعتاً یک انگیزه سیاسی برای حلش ایجاد شده باشه. منتها این انگیزه سیاسی زمانی ایجاد میشه که یک بحران دم در باشه، یک مشکل، یک چالشی رو همه حس کنن. نه اینی که به قول آقای دکتر به راحتی بتونن بزنن زیر فرش بگن خبری نیست که، چرا از چی ناراحتید؟ همه چی خوبه. خب چرا سخت میگیرید آقا؟ میگی دم دره ها، صداشو به زودی میشنوی. من حالا در واقع تصریح کنم، من نگفتم نهاد مانیتورینگ، فارغ از اینکه اون مانیتورینگ که انجام میشه چقدر درسته، چقدر فنی انجام میشه، چقدر همراه با تحلیله، ولی من گفتم اینجا یادداشت خودم رو، فهم دقیق وجود نداره. ممکنه مانیتورینگ فنیش هم انجام بشه، عدد رقمش بیاد، عدد رقم خوب تحلیل نشه، تحلیل خوب شنیده نشه، تحلیل خوب فهم نشه و عملا فهم وجود نداره. به خاطر همین شوکه میشن وقتی اتفاقی میفته. شوکه میشویم، منم یکی از اونام، شوکه میشویم وقتی اتفاق میفته. پس در واقع عرض من اینه که اول باید فهم دقیق از مسئله ایجاد بشه و احساس اینکه مشکل داریم ایجاد بشه، واقعا این احساس باید ایجاد بشه. دو، تمایل سیاسی برای حلش ایجاد بشه، که من این دوره مثلا به نسبت دوره قبل میگم تمایل سیاسی هست، حداقل شکاف سیاسی در اون حاکمیت کمتره. میدیدم قبلا دور میز مینشست یه دی نمیخواستن این اتفاق بیفته، خب الان تمام. ولی همه اینا زمانی حل میشه که راه حل هم وجود داشته باشه. ما خیلی وقتا همین چند روزه من نشستم دور میز دعوت شدم به عنوان مشاور، میزه خیلی سطح بالا، ولی در واقع همه احساس نگرانی میکردن و همه هم عزم داشتن که یه کاری رو بکنن، ایده نداشتن. ایده یعنی یه پالیسی پروپوزال، یک در واقع بسته سیاسی که حالا شما بیا 1 2 3 4 این کارا رو بکن که انجام بشه. اینا رو اگه قبل از بحران داشته باشی کسی بهش گوش نمیده، ولی وقتی بحران ایجاد شد، انگیزه سیاسی ایجاد شد، بعد ایدهش هم در واقع آماده باشه، میشه در واقع اصطلاحا یک پنجره فرصتی ایجاد میشه که تغییر سیاسی ایجاد بشه. من حالا اجمالا عرضم اینه که زمینه که از برنامه خوب شما تقدیر میکنم که ظاهرا در پس این اتفاقات شروع کرد شما. بله بله، این بحران برای ما فرصته و ممکنه ما در واقع فرصت‌های زیادی نداشته باشیم که اینقدر در واقع جامعه و مسئولین ما نسبت به اتفاقات عمیق و شکاف‌های اجتماعی ما هوشیار بشن. هیچ کس نفی نمی‌کنه که این اتفاق یک طراحی بیرونی داره. هیچ کس نفی نمی‌کنه که مداخله بیرونی درش هست. ولی هیچ کس هم نمی‌تونه نفی بکنه که اون مداخلات بیرونی روی شکاف‌های اجتماعی ما سوار شده. و ما اگه این شکاف‌ها رو نشناسیم، به رسمیت نشناسیم، براش فکر نکنیم، فکر عملگرایانه، یعنی که نه فقط بشینیم متاسفانه یه نگاهی به خودمون برگردیم، دانشگاهی‌های ما معمولا در واقع بیشتر قور میزنن که خیلی بده اینجوری اینجوری. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ شما اولش هم گفتید من نگاه عملگرا همین رو میگم، میگم بگید خب بعدش چیکار باید بکنیم. اگر راه حل سیاسی روی میز نیاد، ما در واقع حتما این شکاف های اجتماعی رو که بعضیش به واسطه در واقع خاصیت زندگی مدرنه، بعضیش خاصیت بحران های اجتماعی جهانیه که در واقع ما هم ازش متاثریم، ولی بعضیش به اختصاصات ما برمیگرده، به هر حال مسائل اقتصادی ما
و شکاف نسلی که اتفاق افتاده، حتی بازم در واقع بدون یک محاسبه دقیق غیر قابل انکاره که دو سال کرونا و دو سال خونه نشینی و دو سال فضای مجازی مطلقاً صرفاً در فضای مجازی بودن جوانای ما تاثیر داره در این شکافه که ایجاد شده و هیچ در واقع تهدید و سرمایه گذاری خارجی به نتیجه نمیرسد مگر اینکه ما ضعف‌های داخلی خودمون رو در واقع نشناسیم، درمان نکنیم و در واقع اصطلاحاً زیر قالی بزنیم. طبیعتاً به راحتی اونا میان روی شکاف ها سوار میشن و اون موقع ما احساس میکنیم که شوکه شدیم. همین یه مصداق برای اینکه چقدر در واقع نگاه مانیتورینگ وجود داره، چند نفر این بحران با این کیفیت رو در واقع چیز کرده بودن؟ کدوم دستگاه؟ ما یه سری دستگاه داریم که هر هفته یه نامه میزنن، بعدن هر وقت اتفاق میفته میگن نامه رو زده بودم. ولی همون دستگاه بهم میگن چند تاشون این بحران با این سبک، با این مدلی که اتفاق افتاد و با این اسکیل. ببین اسکیل بحران روی کف خیابون زیاد نبود، ولی فضای رسانه‌ایش، دو قطبی که در جامعه ایجاد کرد، اینها در واقع خیلی زیاد بود. عدم فهم رو خیلی جالبه، ما همین نکته، شاید جمله آخر این باشه، عدم فهم فقط به قبل از بحران بر نمیگره، همین الان در مورد بحران، در مورد الا وریشش. مثلا یه نکتهش اینه، اگر ما اعتقاد داریم که این بحران ناشی از، یعنی بحران ناشی از شکاف‌های اجتماعیه که الان سوار شده بر گسترش دو قطبی و نفرت اجتماعی، خب طبیعتاً ما الان باید جلوی خیلی از گفتگوهای نفرت پراکن رو بگیریم. حتما در واقع باید قواعد ما طوری باشه که بعضی از در واقع افرادی که حالا چه به عنوان در واقع مراجع اجتماعی و سلبریتی شناخته میشن و به نفرت و در واقع شکاف اجتماعی دامن میزنن، جلوشون رو بگیریم. خیلی از منابرمون هم باید تعطیل کنیم الان. اگر کسی نمیتواند همگرایانه صحبت بکنه، اگر کسی داره به این شکاف دو قطبی دامن میزنه، اگر تجمع ما و برنامه‌های در واقع ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی هم داره به شکاف‌های اجتماعی دامن میزنه، باید به این هوشمندانه توجه کنیم. این ناشی از اینه که من احساس میکنم بعضی وقتا میشینم با بعضی دستگاه صحبت میکنم، فهم یکسانی از در واقع اصطلاحاً پیشرانه این بحران ندارن. اگه این بحران روی نفرت و دو قطبی سوار شده، همه به این معتقدیم، حداقل در کنترلش یکسان عمل بکنیم. اگر پیش از این غافلگیر شدیم، الان که دیگه غافلگیر نیستیم، الان وسط صحنه ایم و شاید در واقع ان شاءالله به اتمامش رسیدیم. بسیار متشکرم. آقای کوسری، دو دقیقه سه دقیقه هم حضرت عالی نکته پایانی رو بفرمایید. فرمایشات اخیر آقای دکتر موافقم، یعنی به نظرم مسئله باید بررسی بشه. اما نکته آخری که اول می‌خواستم بگم، آخر میگم چون نکته آخرم اول گفتم، نکته آخرم اینه که سیاست گذاری از نظر من که بالاخره چند سال دارم راجع به این حوزه فکر میکنم، محل مصالحه است. هر نوع سیاست گذاری یک نوع مصالحه است. مصالحه بده زی سهما، زی نفها، حالا در سیاست فرهنگی باشه، در سیاست رسانه‌ای باشه، در سیاست اقتصادی باشه، سیاست محل مصالحه است. اینو سیاست گذار باید بفهمه، یعنی بدون آقا یه بدبستانه، یک اینکه بالاخره زی سهماشو بشناسه، سهمی قائل بشه و بالاخره، و این البته نقطه مصالحه هم جابجا میشه. نقطه‌ای که ما امروز در مثلا مسئله حجاب داریم، 10 سال پیش نداشتیم، 15 سال پیش نداشتیم، 10 سال آینده هم نخواهیم داشت. این مصالحه است، یعنی بالاخره دولت یا حاکمیت موقع سیاست گذاری باید بدونه که سیاست محل مصالحه است. باید یه بدبستانی باشه، سهم واژه خیلی قابل تعامل است، رعایت منازعه آفرین، سمت مصالحه باشه تا این در واقع با همین نکاتی که آقای دکتر فرمودن که به هر حال نباید به سمت تشدید بره، به نظرم میتونه مشکلات رو تا حدود زیادی به اصطلاح حل بکنه دیگه. یعنی شما میدونی که بالاخره این یک بدبستان است، یه زینفا، یعنی اینه که دور میز نشستن، حالا دور میز مردم نشستن، دولت نشسته، بازار نشسته، چه میدونم حوزه نشسته، بالاخره سهم اینا رو باید بدی. بسیار متشکرم دکتر، خیلی بزرگواری کردی جناب امامیان و تشکر میکنم از همه بینندگان عزیزمون که برنامه رو پیگیری میکنن. من به نظرم بحث حکمرانی حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگ در ایران به خصوص پس از انقلاب به یک معنای تجربه است جدید در اندیشه و سپهر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و به خصوص فکری ایران. خیلی جای کار داره، خیلی محل منازعه بوده در سالیان گذشته و ما داریم میآموزیم، سیاستگذار ما داره میآموزه، در حال ای بسا
آزمون و خطاست و این اشکالی نداره، به شرط اینکه عبرت بگیریم، به شرط اینکه بخوانیم، بیاموزیم، از تجربیات گذشتهمون استفاده بکنیم. من به شخص خیلی مایل هستم که دوستان و کسانی که سیاستگزار حوزه فرهنگ هستن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگه انشاءالله در خدمتشون باشیم و این بحث رو در برنامه شیوه ادامه بدیم. بسیار متشکرم، انشاءالله اگر عمری بود چهارشنبه شب هم در خدمتتون هستیم. شب بخیر و خدا نگهدار.